مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مستی و یخت و چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. امروز از اون اپیزودهای جالبیه که از تو افکار احمقانه من و جیسون یه آیدیای کوچولویی که از روز اول شروع شد، ما سعی کردیم همیشه یه فرم و یه زمین و یه جایی تاپال شیم با یه سری آدم هم فکر و دیوونه مثل خودمون، یه چیز، یه کامیونیتی، یه چه میدونم، یه چارچوب، یه چیزی بسازیم توی بیابونی و همه اونجا برای خودمون بریم تمام ایدالامون رو توی اون مدینه فاضله پیاده کنیم و خوب و خوش happily ever after زندگی کنیم. ولی حالا همینجور که خواهید دید توی این اپیزود، مسائل یکی دوتا نیستن. من و جیسون درسته که دریمرای بزرگی هستیم، ولی خب زمین گرفتن و کار کردن مسائل زیاد خودش رو داره. مثل همیشه من توی تور هستم، برین kingram.com/tour بلیط های تورتون رو بگیرین. برلین، هامبورگ، کجا دیگه خدای من، کلن، امستردام و وینا دارم میزنم. بعدش هم این که الان این اپیزود قبل از سالگرد روز مهسا ضبط شده و الان نمیدونم کی میدمش بیرون، ولی اگه الان داره اتفاق میفته یا ما توجه بهش نمی کنیم، چون واقعا نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته، فقط هم اشاره بکنم. اپیزودهای دیگه بعدن ضبط میکنم در مورد مسئله با جیسون و مانی و بقیه برابرکس، و فقط اینو بگم که دلم بدونیم پیش مردم ایرانه و واقعا این انقلاب زن زندگی آزادی و این جنبش یه چیزیه که خب تأثیری که رو زندگی هممون گذاشته، یه چیز خیلی قابل لمسیه، چه داخل ایران چه خارج از ایران، هممون تحت تأثیرش قرار گرفتیم و هممون ابراز همدلی و همدردی میکنیم با مردم ایران و ما در حد توانای خودمون همون قدمایی که میتونیم برداریم سعی میکنیم انعکاس کنیم صدای مردم و خواسته ها و نیازاشون، و امیدوارم که زودتر از دست این دیکتاتوری مذهبی مستبد جمهوری اسلامی راحت شیم، ولی اونم داستانه و کارهای خودش داره. امروز اومدیم در مورد این بحث، همین این زمینی که با جیسون همیشه حرفش میزدیم تو پادکست. از روز اول میگم همینجوری به شوخی به خنده من شوخی هم در مورد حرف زدم که من عاشق اینم که یه روز یه جایی رو بگیرم توی طبیعت که بتونم یه سری آدمای دیوونه هم فکر مثل خودم رو جمع کنیم اونجا و هر کی بتونه واقعا خودش باشه. مثلا کل کانسپت و فلسفه پادکست مستی و راستی هم این بود که آدما بتونن خودشون باشن، آسیب پذیر باشن و هیچ ترسی از قضاوت، ترسی از این نداشته باشن که چیزی به غیر از اونی که میخوان باشن، بتونن همون جوری که دوست دارن زندگی کنن. و خب این کامیونیتی و این آدمای دور و بر این پادکست روز به روز بزرگتر و بزرگتر شد و واقعا همیشه میگم حالت دیجیتال کمپ فایری شد که همه دورش جمع شدیم و گفتیم آقا چرا دیجیتال بمونه، کم کم اینو به واقعیت تبدیل کنیم. هم من، خب هم جیسون، خودمون، جیسون که تو ون زندگی میکنه و خیلی ون لایف رو تجربه کرده تو این چند سال اخیر، منم خب تو هیت فارمای مختلف رفتم زندگی کردم، تجربه کردم کامیونال لایف و یه سریاشون میگم، مثلا مزرعه علف بود، یه داستان بود، یه مزرعه هیپی توری بود، اون یه داستان، یه جایی که مثلا سایکدلیک بازتر بودن. خب هر کدوم یه سیستم خاص خودش داشت، آرکیتکچر خاص خودش داشت، خونه و زندگی و محصولات و لایف استایل خاص خودش داشت، همه‌شون هم خوبی و بدی خودش رو داشتن. بعد چند وقت پیش من و جیسون اومدیم گفتیم آقا چرا اصلا ما یه زمین نخریم، یه زمین ارزونی پیدا کرده و جیسون دورور ماونت شاستا. ماونت شاستا یه جای، یه قله شبیه دماوند توی شمال کالیفرنیا که من اصلا خیلی سیخ کردم برای اون منطقه، یعنی اصلا نمیدونم چرا یه طرز عجیب غریب جذب شدم به اونجا، و هم به خاطر آب و هواش، هم به خاطر جغرافیاش و خیلی دلایل دیگه که امروز یه جنجالی خواهد بود تو این بحث با بچهای امروز که بخوام معرفی کنم همشونو. این بچه بودن که دوست داشتن بیان و عضو این کامیونیتی بشن و نه تنها عضو، ولی بلکه آدمایی که خیلی کاربلد و کاردرست، خیلی جاها حتی از من حداقل خیلی آدم حسابیتر و کاردرستر توی این قضیه، چون تجربه شو داشتن و کارو انجام دادن و شروع کردن با هم یه گروپ درست کردن و هم فکری کردن
و خیلی سریع من چیزی که متوجه شدم که سکیم خیاری نمیشه همینجوری رفت جای زمین گرفت و خونه ساخت و فنا خرجای همه چیز از دوله و آبکشی و توالت و تمام بایلاها و قوانین خونه چقدر آدم میتونه بیاد بسازه نسازه کمپ میتونه بکنه آروی میتونه بذاره هزار تا مسئله دیگه که شاید آدمه چت و نشه مثل من و جیسون به شاید فکر نکنیم حتی جیسون فکر بیشتر میکنه تا من به این چیزا ولی من خب خیلی ایدئالتر ولی همین که داریم این دیالوگ رو شروع کردیم به نظرم قدم گنده‌ای به سمت جلوه و اینکه شروع کردم که با بچه صحبت کردن احسان عزیز که چند تا اپیزود قبل مهمون پادکست بود شروع کرد مخ ما رو زدن که آقا پاشیم بیاین جاشوا تری خودش هم اونجا یه خونه خیلی باحال و خوشگلی درست کرده و تجربهشو داشته و جاشوا تری هم خب دو ساعتی اله دیگه بحثات اینجا شروع شد که بعد میتونیم یه دو تا چرا دو تا جا نگیریم یه ایلا و قشلاق بعد یکی گفت آقا اینقدر بعد یه ها قرار بود مثلا نفری آدمایی که میخواستن بیان جز این پروژه بشن مثلا یه $1,000 $2,000 کانتریبیوت کنن تا یه ها خیلی بیشتر شد با طرفداری منم خیلی هاشون علاقه مندن و هی هم مسیج بود که آقا ما میخوایم پول بذاریم ما میخوایم بیان جز این تیم و این زمین و اینا بعد من داشتم فکر میکردم که چجوری شفاف باشه کل این پروژه گفتم آقا اینو به حالت یه چریتی درست میکنیم یه تراستی ارگانیزیشنی که هر چی آقا پول میذاریم و این چیزی که میسازیم یه جای کامیونال میشه که آخر سر هممون میمیریم اینو میبخشیم به گروه اکیپ بعدیای هیپیا که هیچ مسئله ایجاد نکنه از لحاظ شفافیت حالا هیچ چیز قاطع نیست که هنوز هیچ تصمیم نهایی در مورد هیچ چیزی نگرفته این فقط فکرایی که بلند بلند کردیم باز بچه‌ها خواهش کردم که به جای اینکه بیایم همش تو گروپ چتمون در مورد حرف بزنیم بیایم داکیومنت کنیم فکرامون و افکارمون رو خلاصه معرفی میکنم از بالا اونجا که حامد آرکیتکت خودش هم تجربه ساختن یه چند تا خونه و خودم الان بهتر توضیح بده که من دارم اشتباه توضیح میدم جیسون که نشه بزرگ همه میشناسینش احسان خیلی آدم حسابی آدم کول اونم آرکیتکت و توی این داستاناست توی این دنیاست کانیتا روانشناس و کلن فقط میخواد یه زمین یه جا پیدا کنه با یه سری دیوونه به سیما تاپال بشه سیما هم دوست عزیزی که تازه به گروه جوان چند سیما هم آرکیتکته یا آره؟ بله من هم آرکیتکتم خب از سیما شروع کنیم میخوای یا از بچه من شروع بکنم که یه بیسی درست آره تو یه بیسی درست کن احسان تو اصلا شروع کن بگو داستان چی و اینا بعد یکی نه نه من میگم تک تک معرفی رو من از خودم معرفی رو شروع اوکی من احسانم 4 روزه که رامو میشناسم لس آنجلس زندگی میکنم آرکیتکتم کانترکترم شدم ولی خیلی حرفه‌ای دنبالش نمیکنم یه خونه ای توی جاشوا تری ساختم پارسال به خاطر همین نسبتا میشناسم اونجا رو پرمیتینگ پروسسشو میدونم یه مقدار کانستراکتیبیلیتیشو میدونم و همچنین کانستراکشن کاستو تا حدی میدونم و برای من خیلی آسونه و چون اصلا یه کار بعدی من دوباره همونجا خواهد بود میدونم که میرم و میام یعنی از دید من برشی خیلی برای من آسونه شد که من که آردی دارم میرم اونجا و الهی هم زندگی میکنم دیگه جای سوم دیگه نمیتونم الان خودم رو استرس کنم و دلایل دیگم هم حالا بعدن میگم این که تو اینو و پادکست قبل من بود دیدم با جیسون در باش صحبت کردم چه چیز باحالی خیلی خوبه منم اینو خیلی دوست دارم چون مثلا ما یه خونه اونجا میسازیم خیلی وقتا اجاره است ما نمیتونیم بریم و یه تریلر هم داریم داشتم فکرام میکردیم این تریلر رو یه گوشه بذاریم یه چیزی درست بکنیم و اینا بعد تک و تنها برم اونجا تو تریلر مثلا چیکار بکنم اینا این خیلی باحال بود که یه ویلجی بشه که یه سری تریلری هست هر کی اونجاست منم اگه یهو مثلا دارم رانندگی میکنم مثلا میگم پاشم یهو برم 2 ساعتی میرم یا شب برمیگردم یا فرداش برمیگردم یه 4 نفرم هستن اونجا میبینم و خیلی برای من اینش جالب بود و واسه همین ابراز علاقه مندی کردم نکست حامد میخوای تو پانیتا برو پانیتا من پانیتام لس آنجلس زندگی میکنم هنوز دارم درس میخونم قراره که یک روزی سایکدلیک تراپیست بشم و عاشق اینم که به قول رامیه جه برم تا پالشم با بچه ها در کنارش اگر یه ریتریت سنتر هم داشته باشم ماشروم بدن دست ملت توی اتاقی و اینا خیلی عالی میشه بعدم این که چند ماه پیشم که رام اینجا لس آنجلس کنسرت داشت ما با جیسون رفتیم یه زمینم دیدیم رفتیم بیگ بر یه زمینم دیدیم و امیدوارم که این اتفاق بیفته دیگه I'm so excited و اینکه منم بیشتر موافقم با جاشوا تری اگه رام منو نمیزنه به خاطر اینکه نزدیک دیگه من تو LA هم و 2 ساعت بیشتر فاصله نداره من 60 میشه یه هوی 8 ساعت درایو دیگه همین من قضاوت ها و فحش ها میذارم برای آخر برنامه حامد تو بگو از خودت اوکی
من یه کارکشن بدم، من آرکیتکت نیستم، من همین کاری کردم غیر از آرکیتکتی. ولی آرکیتکتی چون خونه خودم رو ساختم، خونه خودم رو از اول مهندسی کردم و آرکیتکت کردم و در واقع از اسکرچ از زمین ساخت درست کردم تا آخرش. من مهندس مخابراتم، گرایش ایران بهش میگفتن میدان امواج، اینجا بهش میگن مایکروویو آنتنا. و خلاصه یه 11 سال کانادا زندگی کردم، الان هم 4 سالی هست که آمریکا هستم. و کلن کریرم کلن تو واقعا های تک و خیلی این زمینه هاست پروفیشن. عرضم بازورتون که راستش من چون خودم خونه ساختم و در واقع به نوعی این حسی که آدم ها دوست دارن در واقع یه زمینی رو داشته باشن و از اول تا آخرش خودشون دیزاین بکنن و یه جور رفتم تا آخرش. بعد موقعی که حتی به آخرش رسیدم، بعد از خودم سوال کردم که شاید این چیزی نبود که مثلا من واقعیتش میخواستم. خب برای اینکه رفتم تو اونجا خیلی هم مثلا خونه 4000 خورده اسکوئر فیت زندگی کردم، بعد دیدم که هیچ کس نیست دور و برم. بعد وایسم مثلا هر دو هفته یه بار، سه هفته یه بار کلی مثلا منت یه سری آدم بکشم که بیان مثلا دور هم جمع شیم مثلا. و غیر از اون ساعتا دیگه بقیه‌اش واقعا حسام سر میره اینجا. موقعی که مثلا رامین این ایده رو داد، دیدم که چه جالب، دقیقا دست گذاشت رو اون نقطه ای که من احساس گپ کردم، احساس خلأ کردم. یعنی اون تیکهش که بساز و در واقع زمینه بگیره از اول درست کردن بذار کنار، ولی این داره از در واقع از اون بالا وارد میشه، از اون نقطه ای که یه کامیونیتی هست، یه سری فکر هست، یه سری ایده های مختلف هست، یه سری آدم ها با سلیقه های مختلف هستن، حالا میخوان دور همدیگه جمع بشن، در واقع حالا گرجولی یه چیزی هم درست بکنن. واسه همین برای من خیلی جالب بود، میخوام بگم به خاطر تجربه شخصیم اون گپ رو احساس کردم. ولی واقعیتش چیزی نیست که احساس کنم تو زندگی نتونم از پسش بر بیام. من بعضی موقع مثلا لنت ماشینم هم خراب شده، خودم مثلا عوض کردم، نمیدونم روغن ماشینم خودم عوض کردم. برای همین کلن سرم درد میکنه برای انجام دادن یه کاری و یه چیزی که مثلا تا آخر برم دنبالش رو ریسرچ بکنم و در بیارم و خودم انجامش بدم. اصلا از این از جرنی خیلی خوشم میاد، تا اینکه بخواست مثلا بشینم یه چیز خیلی ساده و مثلا شست رفته تعبیر بگیرم. مثلا توی خونه ای هم که مثلا دارم، حقیقا من همه تابلوهاش خودم درست کردم، نمیدونم پلش خودم خراب کردم، نرداش خودم درست کردم. یعنی دوست دارم همیشه یه جایی که باشم اونجا خودم باشه، یعنی خودم رو درست بکنم، حالا چیزی که از ذهن خودم میاد یا از مثلا دل خودم میاد. در هر صورت خیلی خوشحالم باهاتون هستم، واقعا افتخاری هم هست که توی این پادکست رامین عزیز هستم. من رامین حالا چون پانتیا شرکت، من از اون موقعی که تو هایپر نووا بود میشناختمش. یادم میاد تو کانادا تو بلک بری کار میکردم، توی لب بودم، توی هدفون گذاشته بودم، داشتم یکی از اون آهنگ هایپر نوواشو گوش میدادم، بعد یه دونه کانادایی بغلم بود، بهش گفتم دود میدونی این یه ایرانیه داره اینو میخونه، انقدر کارش خفنه. بعد یه خورده گذاشت و یه خورده اونم هد زد، اینه توی تکون داد، گفتش که ای بر مثلا چه باله. بعد دیگه that's my story. واقعیتش اینه که در مورد معرفی خودم هم که هر وقت میاد یادم این آهنگ کانزاس میافته، we are all dust in the wind. یعنی اصلا یه مکس زیادی تو ذهنم هستش که واقعا نیش که سخت برام خدا معرفی کردم، در صورت امیدوارم کافی بوده باشه. آره دمت گرم دود، دمت گرم، خیلی خوشحالیم که اینجا هستی. جیسن تو بگو چی و اینا، چی بگم؟ من میشناسم گو نخور سری، فقط معرفی خودت. وای من جیسنم، بعد منم یه تیکه زمین خریدم کوچولو یه گوشه. چند دلار بگو چند دلار خریدی زمین تو؟ 4000 دلار. بعد دیدم نمیشه که مثلا اون گوش واسه خواهش آدم بره دیگه. بعد فکر کردم که خب چه خوب میشه اگه ما که مثلا این همه رام طرفدار داره تو پادکست، مثلا اینو زب در یک عالمه بکنیم. مثلا 20 نفر بیان یه زمین بخرن 20 برابر این، یا 100 نفر بیان یه زمین بخرن 100 برابر این. به همین سادگی بود. ولی تو این مدت فهمیدم که یه خورده پیچیده تره، نمیشه. من آخه یه نفری اونجا زمین میخرم، اول که تو اون ایالت های جنوبی خریدم، بعد اونجا خر تو خره، ایش که مثلا نظارت و اینا نیست. ببین چی میگم، اون ور داره تو جنگل داره تیراندازی میکنه سمت خرسا، اون داره میپره دریاچه، این داره نمیدونم از درخت بالا میره، کسی خر تو خره. ولی تو این ایالت هایی که مثلا هم غرب آمریکا هم شمال دموکراتی هستن، نه مثلا چیزش خود بیشتره. نمیتونم مثلا من که یه نفر هستم، حالا اون گوشه پشت کوه واسه خودم مثلا دستشویی میرم چاله میکنم،
20 نفر نمیتونن این کارو بکنن، بعد یه ترتیب دیگه ای الان ما بدیم اینجا. بعد هم ولی تو غرب آمریکا که مثلا این همه ما هستیم، مخصوصا کانکشن، هم کانکشن ایرونیا هم کانکشن دنس پارتی ها و اینا، موزیک الکترونیک و اینا، اگه همه رو جمع بکنیم میتونیم مثلا یه خروار زمین بگیریم. ولی این شد که فکر کرد که به این فکر رفتم که این جامعه برابر و این آنارشی که مثلا میشه تا 60 70 نفر اینجوری برابر زندگی بکنیم و آزمایش ها و اینا فکرم زد. و ولی جرقش از اینجا باید بخوره که اونجایی که رام دوست داره که منشسته باشه. ولی همونجوری که میبینین، من اون هدفم هم گفتم این دوگانگی به وجود میاد، آدمایی که جنوب کالیفرنیا هستن، آدمایی که شمال کالیفرنیا هستن، ولی اشکال نداره. ما انقدر آدم های زیادی هستیم، ما این 6 نفر که نیستیم، انقدر مسیج الان دادن آدم هستش. اگه ما بتونیم اینو یه جوری مدیریت بکنیم، یه اکیپ میرن اون تو کبیرای جنوب کالیفرنیا میخرن، یه میرن شمال میخرن، من هم واسه خودم با $1,000 میرم اریزونا یه چیزی میخرم، اون یکی میره اون پشت کوه یه چیز دیگه میخره، همون با هم دیگه یه قبیله میشیم دیگه. ولی این مدیریت جریان انسان ها و با هم دیگه چجوری کنار بیام ایناشون جالب شده که جنگی که الان در دست دیگه. همین دیگه، نمیدونم گفتم چی. آره اینم بنام اضافه کنم. البته به سیما تو هم معرفی کن خودتو، بعد منم چند چیز اضافه کنم. منم سیما اسمم، من سان فرانسیسکو هم الان 2 سال اینجا زندگی میکنم، قبلش بروکلین بودم 5 سال. منم مثل احسان معمارم و کانترکتر که، ولی اصلا روی قسمت کانترکتر خیلی مانور ندادم، و توی قسمت معماریم توی فضای مثلا 3D پرینتینگ، خونه های 3D پرینتینگ و تاینی هاوس و دیزاین هایی که در واقع از آیدیاش از این اومده بود، از یه مسابقه 3D پرینتد هبیتت آن مارس اومده بود. بعد ما توی شرکت تصمیم گرفتیم همین آیدیا رو یه زمین بگیریم آپستیت نیویورک، بریم اونجا بسازیم و شروع کنیم بذاریم آن ایر بی ان بی که ملت بیان و با اون فلسفه و اون آیدیا آشنا بشن. ولی خب مثلا این یکی از یک قسمتیه که توی معماری مثلا کار کردم. 2 سال پیش اومدم اینجا تو سان فرانسیسکو، یه مثلا یه زمینی خریدیم، یه خونه توش بود، در واقع یه سینگل فامیلی هاوس بود، یه خونه 3 خوابه، ولی زمینش خیلی بزرگه، مثلا 8 acres و مثلا میره تا نوک کوه قاب، یه زمین درازه. منتها خب چون رو شیبه، همه زمین رو شیبه و فقط قسمتی که اون خونه 3 خوابه هست بلته، تقریبا مثلا از اون قسمتش فقط میشه استفاده کرد. اینه که یه سری خیلی زیاد اینجا پراپرتی دیدم، زمین دیدم اینا، حالا شاید بتونم مثلا از اون نظر یه ذره همفکری و اینا هم بکنم. اینکه آیدیا رو که شنیدم خیلی به نظرم باحال بود، احسان بهم گفت که اگه دوست داری بیا مثلا اینا، به نظرم خیلی جالب بود. اصلا یه زمانی من دنبال این قضیه هم بودم، کی بود، محمد بود فکر میکنم داشتم میشنیدم که اونم همچین آیدیایی داشت و واسم جالب بود که چقدر جالب هممون داریم تقریبا به یه چیزی فکر میکنیم ولی از سمت و سوهای مختلف، و چقدر جالب که ما هر کدوم از یه بک‌گراند مختلف میایم و بعد این چاله چوله ها رو برای همدیگه میتونیم پر بکنیم. خیلی جالب هستم. بعدش هم من حدود مثلا که حالا در ادامه این که من کیم، حدود 6-7 سال پیشم توی نیویورک پروژه میوزیک شروع کردم با چند نفر از بچه ها و اونجا مثلا یه کارایی کردیم و اینا. پس این که من آن ده ساید یه ذره کارهای خوانندگی و اینا هم میکنم. پس من اینم دیگه، و خیلی خوشحالم که اومدم و با شما آدمای با انرژی دارم حرف میزنم دیگه. ببینیم چجوری میشه. سیما فلت بدت هم بگو. آها یه تریلر هم آخه یکی از دوستای من اینجا تو نوادا سیتی به من گفتش بیا، من یه تریلر افتاده تو زمینم بردار اینا. بعد هیچی دیگه، اونو برداشتم آوردم تی سان فرانسیسکو، ولی فقط بردم جوشکاری کردم و یه ذره بکبون و ایناشو درست کردم که حالا اگه بتونم مثلا روش یه چیزی بسازم. ببین در کل برای من خیلی جالبه که یه تیکه زمین داشته باشم. خب مثلا الان شما هر کدوم آیدیاتون از این که مثلا چه چیزی دوست دارین که اون توی اون زمین انجام بدین گفتین، برای من این جالبه که بتونم کارهای اکسپریمنتال دیزاین انجام بدم. مثلا فرض کن یه هرچی، یه مثلا یه رباتی چیزی اونجا باشه، بشه باهاش یه کارایی کرد، پرینت کرد، تست کرد. خیلی جالبه. یه آدمی هم هست اینجا بالای خونه ما توی فلای رنج، نه
سی رنچ. اونم یه زمین خیلی بزرگی داره توش، یه سوله درست کرده و از اون زمین گنده فقط یه قسمت کوچیکشو گرفته داره کاری اکسپریمنتال میکنه. اونم برای من خیلی اینسپایرینگ بود. بنابراین همین دیگه. دمت گرم، خیلی باحال، خیلی هم عالی شد که اصلا اضافه شدی به گروه. واقعا نالجی که تو داری و میاری، من چون اصلا عاشق کانسپت های تاینی هوم و اینجور چیزا هم و متنم خیلی به درد و مخواهد خورد. میگم کل قضیه این بود که فکرم جیسون این حرفت گفت واقعا یه جایی بتونیم بسازیم که هر کی دقیقا اون چیزی که میخواد و ایدئالش هست اونجا بتونه پیاده کنه و با حالیش هم همین دیگه، هر چیز این بزرگتر باشه امکانش هست. آقا یکی این گوشه میخواد برای مثلا هدف من خودم داشتم یه حالت یه کامیونیتی سنتر، مثلا یه دانس روم، یه کیچن، یه مثلا تراپی روم و یوگا روم و مثلا یه کامیونیتی سنتر اون وسط یه جای طوری باشه و مثلا تو تیکای مختلف زمین مثلا هر کی مثلا یه تریلر یا یورت یا جیودسیک دوم یا هر چی یه چیزی برای خودش اونجا بتونه داشته باشه. حالا شاید اون زیادی باشه، باید اول از چیز مرکزی شروع کنیم. میگم داریم فقط اینجا بلند بلند فکر میکنیم، ایدهامون رو به اشتراک میذاریم. ولی من خب برای اینکه بگم چرا انقدر لایف استایل اینجوری دوست دارم، من چون از بچگی جیسون هم میدونم، من بابام گادفادر کمپینگ ایران بود و همیشه 70 80 نفر از بچگی میبرد توی بیابونای جایی که اصلا هیچ کسی بلد نبود و اصلا پا نمیذاشت و اینا، ما رو میبرد کمپینگ. مامانم هم رئیس آشپزخونه کمپ بود و اصلا 14 روز با 80 نفر میرفتیم دورور ایران. یعنی هیچ استانی نیست ایران که من ندیده باشم. این اصلا بچگی با این کانسپت بزرگ شدم و هیچ چیزی بنزه این من خوشحال ترین لحظه‌های زندگیم همیشه گفتم در حال سفر بودن و دورور دوستای خیلی صمیمی بودن. و مثلا مامانم همیشه فلسفه‌اش بود کسی حق نداره غذای جدای خودشو بیاره، غذا یه چیز مرکزیه چون باعث که همه دور هم جمع شیم و یونایت شیم. می‌دونی برام صبحونه ناهار شام همه با دور هم می‌بودیم، وقتی غذا هم تو کمک کردن پخت و پزش، تو تمیزکاریش، تو پخشش فلان و اینا. و وقتی با هم این حس کامیونیتی رو داری اصلا یه همه چیز خیلی خوشمزه‌تر و لذت بخش‌تر میشه. بعدش هم که می‌رفت یه چیز کوهنوردی می‌کرد، یک می‌رفت شنا می‌کرد تو دریاچه، یکی می‌رفتش اسیدش رو میزد اون وسط قل میخورد تو کویر و اینکه هر کی میتونست اون چیزی که میخواست باشه و خیلی خوب همیشه با من موند. و منم خودم خیلی تجربه زیاد کردم، میگم تو این فرمای مختلف زندگی کردن و خیلی واقعا احساس خیلی نچرال و طبیعی بهم میده وقتی که توی اون موقعیت هستم. و خب تو پادکستم هی دارم روی حرف زدم، بچه‌هام همینجوری طرفدارای بیشتر و بیشتر شدن و ابراز علاقه کردن، دیدم آقا چرا نتونیم پیاده کنیم این کارو. ولی وقتی که شروع کردیم صحبت کردن در موردش، میگم به خصوص احسان و حامد و بقیه محمد و همین بقیه بچه‌ها که ما بیشتر توضیح دادن که آقا بایلاها چی ان، قضیه چیه، خوبی و بدی و پروز اند کانز زمین‌ها چیه و خیلی مسئله که اصلا من اصلا عقلم بهش نمیرسید. حالا احسان تو اگه می‌خوای زره در مورد این چیزا می‌خوای باز کن و صحبت کن. اوکی باشه من شروع می‌کنم. بعد میخوای اگه میخوای وقت بگیر بگو که کی بایستی. نه بگو، آره نگرد میدارم اگه دیگه. چه جالب الان سه تا انجینیرین سه تا شاعر دیاگونالی هم چیدیم ما رو اینطوری. خب ببین ایده و شعر و مفهومش که خیلی جالب و قشنگ بود، همونطور که جیسون گفت تا دو نفر اوکیه، تا یه تعداد کوچیکی اوکیه، ولی وقتی میخوای یه هیومن اسمبلی، مثلا هیومن اسمبلی رو چجوری بگیم، گرده همایی انسانی، یه چیزی فراتر از گرده، یک جانشینی انسانی، نمیدونم، یه هیومن اسمبلی وقتی بزرگی میخوای جمع بکنی یه جایی، حتما باید یه سری نظم و قانون و اینا براشون بذاری. حتی حیوانا هم که تو پکن، گرگا و میمونا و اینا هم یه نظم و قانونی دارن برای خودشون. حالا ما دیگه بعد از این مثلا 15000 سال سیویلیزیشنی که داشتیم، دیگه اصلا مجبوریم از قوانین جامعه‌ای هم که توش زندگی می‌کنیم چیز بکنیم دیگه، تبعیت بکنیم. یعنی نمیتونیم همینجوری بریم یه زمینی رو بگیریم شروع بکنیم اونجا زندگی کردن. unpermitted it's not illegal but it's unpermitted. بعد اون وقت همسایه‌ها میتونن شکایت بکنن، بعد ظرف چند ماه در اونجا تخته بشه. بخاطر این می‌خوایم کاملا روی اساس قانون لند یوز آمریکا بریم جلو. و یه نکته هم اینه که لند یوز و زونینگ آمریکا، حالا آمریکا اگه هر چقدر کشور آزادیه، ولی وقتی به زونینگ و لند یوز میرسه خیلی کشور دیکتاتوریه. من وقتی رفتم مدین کولومبیا دیدم که اینا همینجوری برای خودشون خونه میسازن رو هم دیگه، یارو یه بچه میزاد یه دونه اتاق اضافه میکنه اون بالا، و دیدم که مثلا خب آمریکا خیلی دیکتاتوریه تو این قضیه. و شاید هم انقدر هوملس میبینیم یه دلیلش همین لند یوز کنترله که
اجازه نمیده آدم‌ها شلتر خودشونو بسازن، اجازه نمیده آدم‌ها برای خودشون سرپناه و زندگیشون رو درست کنن، که خب تو خیلی از کشورها هست، ولی حالا اونم مشکلات خودشو داره دیگه. مثلا اونم که تو مدین رفتن برای خودشون ساختن، اونم اکسس دیگه به شهر ندارن، کرایم ریتش رفت بالا، سنتی ندارن، هزار تا مسئله دیگه. به هر حال ما الان چی میگن نماینده جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنیم که نیستیم، اصولا تقریبا هممون مید کلاس، اپر مید کلاسیم، هممون تحصیل کرده ایم، از نظر بدنی و فیزیکی هممون تقریبا سالمیم، رنج جوون هستیم، یه همچین شکلیه. حالا من چیزی که به این رسیدم این که اگه ما می‌خوایم یه هیومن اسمبلی درست بکنیم، حتی اگه یه زمینه بازی باشه، حتی اگه برای تفریح باشه، حتی برای تاپال شدن و لش کردن باشه، اینو از برنینگ من یاد گرفتم، حتما ما یه اینفراستراکچر و مستر پلنینگ لازم داریم. یعنی برای من سوال اولی که رفتم برنینگ من 2017 به وجود اومد بود که خب خیلی باحال اینا که میگن همینجوری بیایم زندگی بکنیم، چرا دیگه پلنینگ میکنن؟ چرا میان کوچه کشی و دستشویی توالت میذارن و نمیدونم این که پس الکیه، پس دروغه. بعد دیدم نه، الکی نیست، نمیتونی 70,000 نفر رو ببری بذاری یه جایی بگی بزنی تو سر و کله همینجا، خب بیماری تولید میشه. همین امسال که بارون اومده بود میگفتن اگه دو روز دیگه بارون بیاد و برسه به این پرداپادیا که بلک وادر بتونه لیک بکنه، نشنال گارد وارد میشه، یعنی با هلیکوپتر میخواستن بیان ببرن آدم، اینجوری بود. و چون دیگه بارون نیامد، خودشون همونجا هندل کردن قضیه رو. برای مسائل هایجین و انوایرمنتال باید 100% رعایت بشه، و به خاطر همین بود که فکر کردیم که تویلت از دی بیگینینگ اف انی سیویلیزیشن. و آره خیلی جالب شد همین دیگه، به جای استیم که اصلا بحث اصلی توالته، همه بحثتون کنار رو بله و جیسن گفتش بیلم رو ورمی دارم میبرم اونجا سوراخ میکنم یه تخته میندازم روش. گفتم که از این خبران نیست، وقتی 40 تا سوراخ کردی اونجا، بعد اون موقع مثلا سیتی و کمتی میاد دنبالت میگه که تخلیه کن اونایی که ریختی اون تو رو، تا چیز نکردم پدرتو در نبردم. و حالا بله اون مسئله آسونیه، مثلا حداقل جاشو چوری رو من میدونم که یه سپتیک تنگ میذاری و لیچ فیلد میذاری، یه کمپانی میاد برات درست میکنه و میره، و چون خاکش مثلا پرکولیشنش خوبه مسئله‌ای نداریم. ما اگه نزدیک وادر تیبل باشیم و رودخونه باشیم، حامد بعدن بگو خونه تو توی کانادا که پیچیده‌تر و سخت‌تر بود، مثلا اون با 10,000 تا حل میشه، خیلی چیز سختی نیست. دیگه مسئله آبه که خب تقریبا من مین وادرای جاشو چوری میدونم کجاست و بهتونم یه توضیح دادم چه جوری میتونید از توی دیولپمنت سرویس وبسایت سمرنان کندی پیدا بکنید. پس ترجیح میدیم زمینه نزدیک باشه، یه زمینایی هست مثلا $10,000 $5,000 ولی انقدر از آب دوره تا تو بخوای آبو بیاری باید $100,000 خرج بکنی، پس اصلا بهتره که ما یه جایی باشیم کنار آب. اونی هم که کنار آب باز داره درخواست بدیم برای میتر، یعنی همه اینا که داریم میگیم ممکنه یه سال طول بکشه ها تا به اونجا برسه، تو این یه سال فقط میتونیم بریم اونجا، شاید با کیسه خواب بریم بخوابیم. و از نظر پاور دو تا آپشن داریم، میتونی کلا آف گرید میتونی بریم با سولار، هست همونجا همسایه ما هست کجا شوچری که آف گریده، سولار گذاشته، جهتش هم اشتباه گذاشته بنده خدا، ولی دو تا باتری گذاشته، یه خونه کوچیکیه، استودیو تور کوچیکه، میگه خوبه جواب میده بهش چون اونجا آفتاب زیاده در طول سال، اوکیه. من همیشه دوست دارم به ادیسن هم بتونیم بس باشه، اونجا ادیسنه، سوکل ادیسنه، یعنی حالا دیگه فور سام ریزن یه هایی اگه این باتری یه چیزی شد، این سولار پنل ها شکستیم، اینا البته خیلی هاردی هست سولار پنل ها، من در 12 سال دیدم توی جای هست و چیزشون هم نشده، حالا بعضی وقتا باید تمیز بکنی گرد و خاکو. به هر حال اونم ادیسن آسون بود توی جاشوا تری، میتونی اگر یه جایی باشیم که نزدیک، من ترجیح میدم که یه جایی باشیم نزدیک پاورپول باشیم برامون ترانسفر بکنه. مشکل اون اینه که اون همسایه ها باید به ما ایزمنت بدن و این یه چیزی بود که کار ما رو انداخت عقب، که همسایه رو خلاصه پیدا کردیم و یه یاروی بود تو نیویورک بود و یا آقای مسنی بود توی برجی بود نمیدونم بنهتن، آقا بیا اینو ایزمنت بده به ما، این همه کارا رو اومد بکنه. افراد نمیدونن ایزمنت یعنی چی، توضیح بده ایزمنت یعنی چی، افراد نمیدونن ایزمنت یعنی چی، دارن گوش میدن ایزمنت یعنی تو ایران الان همون چرا تو ایران هم باشه نمیدونم تو ایران چی میگم بهش، ایزمنت یعنی که تو اجازه بدی یوتیلیتی از تو زمینت رد شه، خیلی ارزش خیلی چیزای دیگه هم میتونه باشه، مثلا راید اوی هم میتونه باشه، جاده هم رد شه، مثلا یه نفر زمینش یه جاییه که اگه بخواد بره تو زمینش باید از تو زمین تو رد بشه، خب حتی میتونه بیاد زمینش رو تقسیم نمیکنه، میگه من راید اوی مثلا ایزمن این جاده رو میدم که تو از تو این رد شی بری، یه قراردادی مینویسه ولی همچنان زمینه اونه. حالا این تو یوتیلیتی خیلی پیش میاد، یعنی آبا که میره، برقا که میره اینا، خب تو شهر اکثر ایزمنت ها داده شده رفته دیگه، همه دارن، ولی راشوچری هنوز پخش نشده و ادیسن پرایوت کمپانیه و مشکلش اینه که
پرایوت کمپانی نمیتونه طرفو مجبور بکنه. یعنی اون رو اگه امضا نکنه امضا نمیکنه دیگه، من نمیذارم. شرکت خصوصی، شرکت خصوصی ملت ایران نمیفهمم، یک کلمه هم انگلیسی نمیفهمم. بگو. آره ببخشید منم حالا هی اشتباهی استفاده میکنم. اوکی نداره، من اینکه نمیفهمم، ولی مثلا تو فرض کن نمیفهمم. بگو. حالا این زیرزمینی هم نیست، حتی با اینکه این از رو هوا میخواد رد بشه، وقتی طرف زمینو داره، هم راید اف ایر داره، هم راید اف لند داره. تو آمریکا کسی که زمین میخره واسه معدن داره، هر چیزی که زیرشه و روشه برای اونه. بعد حتی مثلا خطوط هواپیمایی و فلان و اینا هی اومدن این آمریکا سرزمین وحشیه دیگه، اصلا طرف اینجا رو گرفته، بعد هی با قوانین باید بگم بابا این مثلا هواپیما میخواد از این قسمت هوات برای ماست، ایزمنت هوایی میره که هواپیما رد شه از اینجا. حالا جاشو چی چون دیولپ نشده، اینا هنوز انجام نشده، این ایزمنت ها ندارن. حالا خلاصه میگم پاور یه مشکلش اینه که ادیسن ممکنه مثلا نتونی از همسایه‌ها ایزمنت رو بگیری، برای ما طرف اومد امضا کنه یهو زمینشو فروخت، حالا باید اونر جدید اینو امضا میکرد، حالا اینو پیدا بکن. بعد یهو گفت نه این پولو میذاری اینجا، زنم اونوری میخواد اون درخته رو ببینه اون طرف. عجب آدمی هستی تو، حالا خودت اومدی اینجا یه نقطه کور اونجا میگه نه من اینو قبول نمیکنم، باید زیر زمینی بری. دوباره سه ماه عقب تا این بتونیم آندرگراوند ببریمش. یعنی هم میخوام بگم تاپال کردن و لش کردن و اینا اول یکم خرکاری داره، اول اینا رو باید درست بکنیم که وقتی رفتیم اونجا نشستیم بتونیم یه دستشویی بریم یا آبی داشته باشیم. حالا یه برق پس ببین الان فقط برای اینکه سر یه جنبندی کوچیک بشم، مثلا توالت و برق و آب، این فعلا سه تا چیز پایه است که باید باشه قبل از هر گوی دیگه بخوری. برق و سپتیک رو تو سپتیک 100% ایندیپندنتی، چون اون تو زمین خودته، اون هیچ کاری به کار کسی نداری، یعنی یک دونه چوبت هم جابجا نمی‌کنه. ولی برق رو میتونی به ادیسن وصل بشی، میتونی با سولار پنل خودتو حل بکنی. حالا من ترجیح میدم که همیشه ادیسن رو داشته باشیم تا جای امکان. آبم آسون بود دیگه، دیدی که به اندازه کافی هست جایی که بتونیم آب 100% باید کنار آب باشیم، چون اونجا رو چاه نمیتونی حساب بکنی. مثلا وادر تیبل ما 300 فوت بود، تازه بکنی شاید تو 300 هم آب نباشه دیگه با این درام. و بعضیا وادر تانک دارن، میخوام اگر آف گرید میخوای بدی یکم بالاتر از خونه ما، مثلا رفتیم یه جا که جاده خاکیه که یارو وادر تانک داره، میان پر میکنن براش آبو. یعنی داون در رود اصلا انقدر گرونتر میشه و سخت‌تر میشه و ما آدمایی هستیم که نمیخوایم بریم اونجا زندگی بکنیم، که ما هر کدوم پروفشنال لایف داریم. تو خودت دوست داری ایرونی کنگوشات؟ آره نه کنگوشات نیستیم اتفاقا، داریم زندگی خودمون رو میکنیم و زندگی‌های اتفاقا پیچیده‌ای هم داریم برای خودمون. تو داری دور دنیا حرکت میکنی دیگه، نمیتونی از اونجا وایسی و زنگ آقا این وادر تانک سوراخ شد، نمیدونم چی شد فلان، حالا بده بیا. برای کسی که اونجا زندگی میکنه خوبه. و جاشوچینو داره دیگه، آدمایی که اون چیزی که تو مدین و تو هند برای من جالب بود و تو جاشوتری دیدم، آدمایی که شاید زندگیشون تو شهر از دست دادن یا خوششون نیومده، خیلی ها رو من دیدم از الی رفتن، خیلی ها از الی رفتن آف گرید دارن 20 سال زندگی میکنن اونجا، اصلا اینجا کانترکتور بوده تو مالیبو داشته مثلا لاکچری از این درست میکرده دیگه، یه دلایلی رفته اونجا کارم میکنه ها، ولی حالت آف گرید تور زندگی میکنه، میگه من سگامو میخوام چه ول کنم باز باشه چه. تازه الان میگه جاشوتری شلوغ شده، میخوام برم تگزاس، اینجا برای من شلوغه. و اینش جالبه که اصلا این مقصد هست برای آدما، مثلا جاشوت مثلا ریورساید هنوز آدما زندگی میکنن، یا مثلا اپل ولی کرونا اینا هنوز کشاورزا هستن، کارگرا هستن، ولی جاشوت روی یه جور بنبستیه که به نظر من خیلی از آدمایی که مثلا خسته شدن از زندگی شهر رفتن تو اون تا بنبست. و این هایبرید رو میبینی، یعنی یه خانومی که داره توی تریلر با یه سری سگ زندگی میکنه، میاد یا باید کسی get back here، مثلا اینجا باید دورشون مثلا نرده جانکیارد و اینا، بغلش هم مثلا تقریبا یکی اومده منشن ساخته، تام هنگس هم مثلا هم اونجا یه دونه خونه خیلی بزرگ داره. و بعد من یواشاش با همسایه‌مون که دوست شدم اینو میدیدم، یکی کارگردان هالیووده، یکی دیگه مثلا داره با فودستم زندگی میکنه اینا، این اصلا هایبرید برای من جالبی. بریم فقط توی بحث من زندگی میکنم، خبری نیست. خب منم نمیگم بعده، میگم هایبریدش جالبه که همه کنار همن. مثلا تو شهرهای آمریکا تو اینا رو کنار هم نمیبینی، مثلا اون بلر و بیورلی هیلز اصلا با بخشای دیگه مثلا شهر در ارتباط نیستن. آره مثلا توی LA ببین من همین بذار چند چیز بگیم، یک پروز اند کانز. حالا البته من پروز اند کانز جاشوا تری در مقابل ماونت شاستا و چرا من ماونت شاستا رو ترجیح میدم به این معنی است که دوست نشم من جاشوا تری هم اگه آخرش رأی نهایی اونجا باشه تسلیم میشم، ولی من همچنان رأیم ماونت شاستا به خاطر میگم چهار فصلی بودنش، معتدل بودن ترش،
اینکه جاشو چیزی داره خیلی گرم و کویری و حالا تو میگی سایه میسازیم و میشه تحمل کرد گرما رو اینا، خودش اون یه بحثه، ولی من درخت و جنگل و کوه، با اونجا کوه خیلی هستش، اونجا هم کویر صافه. حالا یه بحث دیگه هم داره امنیته که میگین جایی که صافتره بعدم میبینه و یه ذره امنیتش شاید بیشتره تا اینکه تو جنگل و کوه و اینا، یه ذره عجیب غریبه. اون بالا میدونیم که اون سمت و اونجا کلی از این متهدا دارن تو شیشه دارن میسازن تو جنگل منگله اون دور و بر، همه جا بالاخره پروز اند کانز خوشو داره. ولی دوست داشتم نظر بقیه بچه‌ها، نمیدونم حامد، سیما، پانیتا، شما هم اگر نظری چیزی دارین اضافه کنیم به بحث. نکته به نظر میاد دوست دارم اضافه کنم. ببین منم باهات خیلی موافقم، جای خوش آب و هوا مثل ماونچ اصلا خیلی اپیلینگ تره تا جایی به خصوص اون زمینی که بده کردم که دریاچه هم داره، زمینمون رو دریاچه میتونه باشه. البته دریاچه گود لاک، نه آب میخوای نه سایه، بتونی همون لیچ فیلد بذاری و بتونی مثلا سیتی رو قانع کنی که من اینجا یه لیچ فیلد سپتیک دارم، بعد اینجا اوپن واتر میخوام، در واقع آب توالت هم مثلا نزدیک اوپن واتر چیز کنم. یعنی تو وقتی وارد این کار لیگالش میشی میبینی همون دریاچه پوستتو میکنه. ببین من چیزی که خیلی اسوشیت میکنم با احسان این مسئله دیستنسه. یعنی من خودم اگر مثلا اصلا هوای جاشوتی یا دوست داشته باشم که واقعیتش ندارم، ولی وقتی که وارد کار کانستراکشن میشی میبینی که این فاصله‌ای که در واقع تو بعد از خونه بری اونجا هر روز سر یه داستانی، مثلا یه روز اینسپکتور میاد، یه روز در واقع اون هر روز یه مسئله است که در واقع تو بعد وارد سر زمینت باشی و نباشی کار انجام نمیشه. خب و اینکه بعد بری بیای میبینی که دیستنس خیلی مسئله مهمی. واسه همینم مثلا من توی تیم در واقع الان جاشاتری ام، وگرنه فاصله زمین. فاصله الان ملت اینو گوش میدن میگه این چیه داره میگه دیستنس، هر چقدر فاصله واقعا داری میبری مثلا دورتر، اتفاقا خرج یه دیولپمنت بیشتر میشه. یعنی تو اتفاقا داری فکر، یعنی میخوام بگم برای ایدئال تره، ولی همون ایدئالی باعث میشه که شما بسیار بیشتر هزینه کنی تا بتونی یه اینفراستراکچر را بندازی و مانچستر خیلی هزینه ها بالاتره واسه اینکه بخوایم یه مثلا یه همچین چیزی را بنویسیم. این حالا میخوام بگم که نظر شخص منم به خاطر اون دیستنس و واقعیتش خیلی مسئله مهمیه، تا آدم واقعا وارد کانستراکشن نشه نمیفهمه این چقدر مهمه. دو تا دیگه بگم چون میدونم الان میخوایم راوند رابین بریم، ببخشید چرخشه بریم سراغ بقیه. دو تا چیزی هم که من تو تجربه شخصی دوست دارم شیر بکنم با بقیه میگم الان. نکته دوم سر توی گروه یه سری بچه ها خیلی دوست داشتن از مثلا سازهای گلی استفاده کنن، یا الان شما اشاره کردید واسه 3D پرینت و اینجور داستان ها. من خودم واقعیتش چون خونه که ساختم اومدم از در واقع از این فوما هستش که تویش بوتون میریزن بهش میگن ICF، از اونا استفاده کردم که خب میتونی در واقع یه خونه کاملا خونه رو بتونی بسازی. حالا اونایی که توی مثلا استراکچر انجینیری کردن میدونن که دیگه واقعا ستون و اینا نمیخواد، چون اونا دیوارهای شیر وال بهت میده، در واقع دیوارهای استراکچرال بهت میده که از بیرون و داخل کاملا آیزولت، یعنی فقط کافیه این ورش درای وال بزنی، اون ورش هم در واقع از این کلادینگا بزنی، در واقع یور اول گود تو گو. و اومدم مثلا واسه فلورینگ سیستم یا مثلا سیستمای در واقع مثلا طبقات، اومدم از سیستمای دوباره کول فرم استیل استفاده کردم، CFS، که اینا هم خیلی چیز جدیدیه توی مثلا صنعت کانادا، همه جای در واقع دیواراش هست که مثلا بتونن برات از این استادای استیل بفروشن که بتونی پارتیشنینگ وال سریع اینا بزنی، خیلی مثلا نخوای ببری اینا، ولی اینکه بخوای مثلا از اینا مثلا دیوارای حمال ایران بهش میگفتن لود بیرینگ وال بخوای بزنی اینا، اینا چیزایی که بعد بری یه انجینیر ساین آف بکنه، همه بستاش پیچاش اینا همش کارهای چیز انجینیرینگ لازم داره. وقتی خودم وارد بحث این کارا شدم که بعد میدونی سیتی هم کلا میگه یا خونه رو از چوب میسازی همین متدولوژی که ما داریم، یا اگر هر کار دیگه کردی که مثلا از خود اومدی ایمپرووایز کردی کار انجینیرینگ کردی، بعد بری انجینیر رو وردی بیاری بالا اینجا که کار تموم شده رو نگاه کنه، ساین آف کنه، من اون ریپورت رو نگاه کنم تو من به تو بگم که اوکی این اوکی، برو مرحله بعدی. خب و من اونجا واقعا میگن که یو لرنینگ هارد وی، فهمیدم که اینکه این همه عکس میبینی مثلا را پله های خوشگل، نمیدونم شیشه گذاشته طبقه، مثلا نمیدونم پله های ساسپندد، نمیدونم کلی چیزای قشنگ میبینی دلت میخواد بری اینا رو بسازی، اصلا مهم نیست که مثلا تو متریالش رو میدونی، میتونی بهترین جوشکارا بیاری، بهترین نمیدونم ماشین شاپو پیدا کنی که بری اون قطعاتو بعد درست کنن که اسمبل بکنی، تو بعد بتونی اصلا میبینی میتونی در واقع وارد این پروسه در واقع اپرووال این بری. یعنی میخوام بگم هزینه
یعنی جیبت انقدر دیپ هست که بتونی هزینه و این ایچ رو تحمل بکنی، یا اینکه نه مثلا اگر که مثلا فرض من آدمی بودم که میگفتم من راپله ای که الان کد دارم میگیرم 100 هزار دلار رو میتونم 10 هزار دلار درست بکنم، به خاطر اینکه میدونم متریالش انقدر خرج نداره و توی ابیلیتی خودم هم هست که درست کنم، ولی وقتی 10 هزار دلار خرج میکردم 6 ماه بعد میدویدم تا مثلا میرفتم یا مثلا یه چیزو اپروو میکردم. بعد اون موقع واقعا میگم که واقعا یاد گرفتم که این چیزایی که مثلا ما میبینیم خیلی قشنگه مثل 3D پرینتینگ، نمیدونم چیزای خیلی لاکچری، اینا واقعیتش اینه که یه شرکتی، یه آدمی، یه کسی که خیلی پول پشتشه وایساده اینا رو تست میکنه، ریپورت ها رو آماده میکنه، یه تیم انجینیرینگ خیلی خفن اونجا هستن و اینا رو، این پروسه رو انجام میدن واسه یه سری آدمی که مثل من ماده مثلا فقط میخواد یه دریم هاوس خوش رو درست بکنه، اصلا صرف نمیکنه که وارد این پروسه ها شدن و وقتی که میگیره خیلی زیاده. من که آخرش شاید من میرفتم با همون چوبم مثلا اگر اون خونه رو مثلا مادرن درست میکردم یا یه سری متریال استفاده میکردم که آف د شلف، به قول حالا آف د شلف اینجا میشه مثلا همینجوری از بازار میخریدم که تاییدیه داشت، همه چی داشت، آماده بود، روتین بازار بود، مثلا از هوم دیپو، حالا بچه که آمریکا از زندگی میکنن میدونن، میخریدیم میذاری سر هم، خیلی راحتتر کارم حل شده بود اومده بود. برای این میگم که واقعا این تجربه بود که من به شخصه پیدا کردم. واسه همین که توی گروه اگه یکی مثلا میگه که من با کاگل میخوام اونجا خونه درست کنم، میگم درسته، خیلی هم قشنگ، سیمان برمیداری با کاگل درست میکنی، ولی گود لاک یکی بیاد بگه که مثلا این سیفه، استراکچرالی اوکیه، برو یه مهندس بیار، برو این بیار، فلان بیار، اینا یه پروسه. آره کارشو داره، ولی میخوام بگم که حالا در صد در واسه پین. درست داری میگی، یعنی کاملا تجربه‌ای که ما داشتیم، می‌خواستیم یه خونه 3D پرینتد رو درست کنیم برای اولین بار، یه فرم خیلی کانونشنالی هم نداشت، یعنی ما کلی با سیتی در رفت آمد بودیم برای اینکه بتونیم مثلا اون خونه رو بر اساس کدهای تاینی هاوس درست کنیم که مثلا بتونیم بگیم آقا فاضلا بش این، آبش این، برای این بتونیم مثلا از اونها استفاده کنیم، راحت ترش کنیم. ولی در واقع تو داری درست میگی، یعنی الان اگه تو بخوای بری برای همچین چیزی پرمیت بگیری، خیلی باید اون موقع ما این کارو چون میکردیم به خاطر اینکه اصلا آینده شرکت مثلا بسته به اون بود، یکی از بیگ کانسپت های شرکت اون بود، بنابراین من خودم به شخصه اگه بخوام مثلا برم یه جایی یه چیزی درست بکنم، به قول تو میرم ماشینمو آتیش میکنم میرم سمت هوم دیپو، اصلا نگاه میکنم، باور کنم نگاه میکنم ببینم چی اونجا اویلیبله، چون خیلی چیزا هم اویلیبل نیست دیگه. مثلا اگه بخوام یه چیزی سری درست بکنم رو همین تریلری که دارم، مطمئنن یه چیزی با 3D پرینتینگ و گرفتن ربات و اینا نیست. ولی میشه مثلا حالا حتی یه نفرم میاد میگه من میخوام با گل مثلا اکسپریمنت کنم، من میخوام با این اکسپریمنت کنم، اونجا جای اکسپریمنتال جالبی هست، مثلا میشه یه سوله ای، یه سقفی، یه چیزی درست که حالا در مورد لوکیشن هم من نظر خودم میگم، چه توی ماونت شاستا که اتفاقا من چند ماه پیش اونجا بودم، چقدرم زیباست، چه توی جاشوا تری، میشه یه چیز همگانی درست که یه سری فقط بیان تست کنن. ببینید تو خودت کار دی آی وای مثلا دوست داری، میخوای یه چیزی رو بیای اونجا دیزاین کنی کوچولو ببینی چه جوریه. بنابراین با این حرف کاملا موافقم که اصلا این قضیه رو فدای پرمیت کردن و پرمیت گرفتن و رفت آمد اینا نباید کرد. خیلی راه‌های زیادی وجود داره برای اینکه آدم خلاق باشه، راه‌های ساده تری وجود داره با چیزایی که اویلیبل تر هست، حالا تا آدم مسیرشو میره به یه جایی برسه کاری که واقعا دوست داره و پشن داره. آره بگو رامین. آره. بگو عرفت حامد بگم آخرین نکته سومم بازم چون تجربه شخصی مسائل لا و اینجور چیزا هست، بازی خاطری کوچیک تعریف کنم. من زمستون بود، چون زمستون کانادا خیلی سرده، خونه رو بسته بودم، در واقع کلوز کرده بودم به قول اینا، یعنی در کلوز کردن اینکه شما در رو گذاشتی میتونی کلید بندازی، در واقع باد و این سرمایه نمیزنه داخل خونه، ولی داخل خونه هنوز مسئله داشت. و چون این پروژه جوری بود که مثلا من خورده خورده پول خرجش میکردم و در واقع فصلای سرد سال نمیرفتم سراغش، گفتم باشه الان اکتبر درش رو میبندم، دوباره تابستون که مثلا هوا خوب شد دوباره میام مثلا پارتیشن وال میزنم، مثلا دستشوی همون ایناش رو تموم میکنم و کیچنش اینا رو تموم میکنم. بعد اون آقای کانترکتوری که باش کار میکردم و در واقع مثلا به صورت روزمره میابردمش، بعد گفتش که ببین اصلا نگران پولش نباش، زمستون کانادا بازارش خابیده،
ما میریم در واقع برای تو خونه رو تموم میکنیم، همه وسایلش رو میزنیم و در واقع تو بعد فقط این که تو مگه نمیخوای خونه رو بفروشی؟ چون من اون موقع هم اومده بودم در واقع سمت ونکوور رو بعد میخواستم بیام آمریکا، یعنی دیگه نبودم واقعیتش توی اونتاریو. بعد گفتم باشه اگر این دیلو میکنی اوکیه، من فقط تو هزینه های متریال همه رو بده، هزینه های چیزو، هزینه های کارگر اینا رو دیگه شارژ من نکن. بعد من اون موقع وقتی خونه رو فروختم پروفیت کردم، یه مقدار از پروفیتم میدم به تو. همین در حد خیلی تکس جابجا شد، سرتون رو در نیارم. نشون به اون نشون، من الان 3 ساله رفت منو سو کرد 3 میلیون دلار. خب واسه اینکه این خونه مثلا من این خونه رو بعد بفروشه مثلا سود منو بده. حالا بماند که واقعیتش اینه که من 2-3 تا مثلا وکیل مثلا دیدم و اینا در واقع مدارک و در واقع رو کردم، اونا همه میگن این آدم دیلوژناله، از این آدما زیادن کلا. وقتی شما ببینن که مثلا یه مقدار سرمایه داری میافتن دنبالت، یکی میاد مثلا نمیدونم تو درایوی خونه مثلا خودشو میزنه به زمین میگه که نمیدونم پام شکست بیا مثلا 1 میلیون دلار به من بده، از این چیزا زیاده. یعنی that's normal. من ما کیس خودمونه، ولی خب برای کسی که مثلا ما خیلی میخواستیم میدونی پروژه شخصی بود، خیلی مثلا من میخواستم مثلا خیلی شست و رفته برم جلو، خیلی ترتمیز مثلا میدونی که هیچ کسی هیچ اتفاق براش نفته، دیدم نه واقعیت دنیایی که من توش زندگی میکنم خیلی فرق میکنه با چیزی که ملت در واقع اطرافشن. واسه همین من میخوام اینو بگم، من حالا حتی تو دیس دیت مثلا من شاید 30,000 دلار پول وکیل دادم سر یه چیز احمقانه، یعنی میخوام بگم سر احمقانه ترین چیزی که فکر بکنی، مثلا سر واتساپ تکستی که من به سر یا به طرف زدم که آقا مثلا شما رو فلان موقع این کامل بکنی مثلا من اینقدر سود خونه رو به شما میدم. بعد چون اگه میشه فقط میگم یه ذره مختصرتر سر تاپیکا فقط بمونیم، من بگم مسائل لا خیلی مهمه. یعنی اینکه من حالا کسایی که این لا اینا نگاه میکنن خیلی دوست دارم اگر که یه لویر، یه کسی که توی ریل استیت هستش واقعا اینا رو میدونه و میتونه از اول کار، چون ما یه گروه سری آدم زیادی هستیم، هر کسی با یه دیم و یه مثلا یه آمالی میخواد بیاد جلو، وکیل نداریم هنوز. آره با وکیل بیایم جلو، یعنی که یعنی کارا رو خیلی اساس قانونی انجام بدیم، چون واقعیتش اصلا خوش به قول احسان ممکن اصلا برای ماها همه با هم اوکی باشیم، ولی 2 روز دیگه یه حمله هست، یکی دیگه هست میاد مثلا برای ما مسئله ایجاد میکنه، بعد این پولای خیلی زیادیه که نمیشه واقعا بدیم. مرسی حامد. نه مرسی، بگم من حالی سری سوالات دارم مثلا از سیما بپرسم، ولی احسان تو میخوایی این نکات اضافه کنی یا جیسون پانیتا؟ من الان میخوام اضافه بکنم، ولی پانیتا بگو، پانیتا بگو تو حرفات نظرت چیه. راجع به پروز اند کانز یکم برگردیم سر تاپیک قبلی. من حس میکنم که اول باید ما هنوز ما 20 نفر نیستیم، تقریبا 10 12 نفریم فکر میکنم. من فکر میکنم که باید یه مقدار تعدادمون بیشتر بشه ببینیم. نه تعداد بیشتر هست، من فقط اینا رو اضافه کردم، تعداد تا 100 نفر هم وقتی هست. اضافه کردیم باید ببینیم اکثریت آدما به کجا نزدیکترن، چون که بالاخره ما رفت آمد داریم و باید بعد از خرید زمین باید، یعنی این موضوع دسترسی که بچه‌ها گفتن به نظر من خیلی مهمه، یکی این و یکی دیگه این که من اسم کنم که بعدن اگر که حالا اون فارم شکل بگیره اون ایده کار داوطلبانه کردن که خود تجربه کردی، احتمالاً ما تعداد زیادی آدم از سمت لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا میخوان بیان. یکی این که من از دید خودم و از دید کار سایکدلیک وقتی که بهش فکر میکنم، واسه من به شخصه جاشوا تری مدینه فاضل است دیگه. من خودم آیواسکام اونجا تجربه کردم، خیلی آدم ها اصلا با اونجا خیلی کانکتدن و همین دیگه واسه کاری که من میخوام بکنم حداقل جاشوا تری خیلی بیشتر. من فکر کنم فقط در پرانتیزی من بگم که خب مثلا من یا شاید حتی جیسون، شاید من ذره پرمننت تر به این هوم نگاه میکنم، من به وکیشن هوم بهش نگاه نمیکنم حتی، یعنی جایی که دوست دارم اگر آپشن این باشه که بخوام طولانی مدت بمونم توش این آپشن باشه برام. این من فقط به عنوان گروه. شما تو یه شهر بیشتر از یه هفته صبر می‌کنی که موقع پرمن بابا بخوام بالاخره کونه هم بذارم زمین. من درسته که مارکو پولو هم، ولی الان میخوام کونه هم بذارم زمین یه جا و دوست دارم توی همچین فضایی باشه. ولی حالا بگم در مورد میتونم بیشتر سوال کنم، جیسون تو چیزی میخوای اضافه کنی به بحث سالان؟ ببین این تبلیغ تاکوبل بود فورکینولوس دوست، چرا هر دو نه؟ میگفت مثلا این تاکو یا بوریتوه و میگفت نه هر دوشه. این اصلا شعار منه فورکینولوس دوست، میگم که الان میشه نگاه بکنین که چون چیزی که چیزی باید در نظر بگیرین که آدم های زیادی این
مسیج داده که ما گفتیم وایس یه دقیقه ببینیم چه غلطی می‌خوایم بکنیم و مثلا شما رو یه ذره بهتر می‌شناسیم، مثلا وارد مکالمه میشیم که ببینیم چه غلطی می‌خوایم بکنیم. و احساس می‌کنم که اتوماتیک یه سری ها برن تو تیم مانشستا، اتوماتیک یه سری بریم تو تیم جاشوا تری و پورکلر استوسیت، مثلا در این با هم دعوا کنیم که اینجا خوبه یا اونجا خوبه، همه جا خوبه. بعد شروع کنیم پیگیری کردن همه این جاها بیشتر و بیشتر. چون من خودم دوست دارم که همیشه گفتم اینو، دوست دارم که کل لباسام فقط شب کوتاه و آستین کوتاه باشه، هی از اینجا برم به اونجا، برم به اونجا مهاجرت کنم، مثل سنوبرد، مثل این چیزایی که از برف فرار میکنن، پرندایی که از برف فرار میکنن. و برای همین همه اینا با هم دیگه اتفاق بیفته خوبه. ولی اون چیزی که قدرت اون منطقه پایین هستش اون اله دیگه، یعنی ما هر چقدر هم زحمت بکشیم نمیتونیم چیزی به ارزشمندی اون چی میگن اون سرمایه انسانی منطقه جنوب کالیفرنیا ایجاد بکنیم. چیز خیلی خفنیه که نزدیکش باشی خب خیلی مزایا داره، لازم نیست مخ کسی رو بزنی، بله خیلی مثلا جالبه، ولی خب اون منطقه ما شستا که میگه رام میگه بیا مثلا کونتو بذاری اونجا، آخه بری اونجا وسط کویر بشینی سخت دیگه. میدونی من شستا 12 ماه سال میشه زندگی کرد، آب و هوای مناسب زندگی و اینا داره، اونجا مزایای اینجوری داره، ولی اشکال نداره. ما اینو پیشین بریم واسه یه زندگی دیگه، شاید 5 ماه 6 ماه یه سالم طول کشید، ولی من فکر میکنم که هر دو اینا این جریان پیش میره. من خودم اون گوشه موشا با 800 دلار 1000 دلار هی مستطیلای کوچیکی از کوه و کبین و اینا تنهایی میخرم، همین چی با هم دیگه. من مخصوصا سیما اینو بپرسم، از چون مثلا کلا کانسپت تاینی هوم یا کانتینر حتی یا خونه‌های یا حتی آر وی یا تریلری درست کردن و اینا الان چقدر کلا آشنایی با اون دنیا و تجربه خود و چقدر شدنی و چقدر، یعنی من دارم برای همتون این سوال هست، برای سیما نیست. یعنی ما فکر میکنم اول یه استراکچر مرکزی لازم داریم، بعد فکر این خونه های کوچولو باشیم یا نه اول مثلا یه جا یه پرچم بزنیم بگیم آقا من و جیسن مثلا خونه یه کوچولو درست کردیم، یه نفری ما فعلا تاپال شدیم، حالا نفر بعدی مثلا بیاد، بعد نفر بعدی، یا نه اول اون مرکز تمرکز باشه یا همزمان با هم دیگه. اینم یه چیزایی که تو فکرم هست، ولی خودم از خرجی و استراکچورال و از قوانین و اینا، این تاینی هوم و کانتینر و آر وی و تریلر چه جوری سیستمش؟ بگو احسان تو اول بگو بعد من بگم. نمیخواد الان اوکیه بگم؟ بگو. خب من اینجا نکتهامو نوشتم که یک به نظر من اشکال نداره بگم دیگه، رامین مثلا تنبله میخواد یه جا بره که مثلا سایه آماده باشه، دریاچه هم باشه، بپره توش شنا بکنه، همون تو هم بشاشه، این مثلا دیگه نه همون درست بکنه برای خودش، نه فلان درست بکنه، یه جوری همش میگه که هواش هم یه جوری که همه یه سال خواهی، نه هیدینگ سیستم میخوام، نه کودینگ سیستم میخوام، good year forever. خب ولی چرا اصلا برای من کبیر جالبه؟ این چیزایی که جیسن گفته که به کنار که 100% جالبه، اصلا کبیر چرا برای من جالبه؟ من خیلی اینو هم توی ایران خب خیلی دوست داشتیم میرفتیم توی کبیر و اینا، و اینکه ایران اصلا معماری کبیریش خیلی قویه، برعکس اروپا که معماری کوهستانیش قویه، ما توی ایران معماری کوهستان، من برای خودم برای شمالم، تو شمال اصلا وادر درینجشون افتضاح بود، اصلا پیوینگ بلد نبودن، اصلا یعنی خونه های شمال خیلی عقب افتاده تر از واقعیت خونه معماری شمالی عقب مونده تر، رودیمنتری تر از معماری کبیری تو ایرانه، برای که تمدن‌های ایرانی توی کبیر شکل گرفته و خیلی تونستن پیچیده تر با اون محیط طبیعیشون خودشونو در واقع تطبیق بدن، خودشونو ببرن تو کامفورت زون، در واقع تو آب و هوای گرم و خشک بیشتر میتونم بگم. ولی توی آمریکا که میای، چون اینا بیشتر اروپایی اومدن، کابین آرکیتکچرشون خیلی خوبه، معماری من وقتی که درینج و انولوپینگ و اینجا مثلا برای امتحانا، منم یه 6 7 تا امتحان دادم اینجا برای از نظر کانستراکشن، میدیدم که چقدر جالب به چه چیزایی فکر میکنن، به خاطر اینکه خب اصلا اینا تو اون خوبن، ولی وقتی میرسید به گرم و خشک اصلا اینا هیچ چی نداشتن برای گفتن، یه سری چیزای آکادمیک بود که اصلا فقط منجر شده بود به چند تا لب، مثلا نادر خلیلی لب درست کرده، آرکوسانتی هست، فرانک لوید رایت تلسنو مثلا تو فینیکس اریزونا درست کرده، ولی هیچ کدومشون فراگیر نشد. هنوزم تو میری جاهای گرم و خوش، همون خونه های پیچ روف بیسیک و معمولی رو حتی اومدن اونجا گذاشتن، و این اصلا از نظر اقتصادی جمعیتی هم روشون تاثیر گذاشته. اصولا جاهای گرم و خوش جاهای مثلا چیزترن، دیس ادوانتج ترن،
بدبختر. حالا از اینا بگذاریم و من فکر کردم ما یه گروه ایرانی هستیم که این توانایی ارتباط با هوای گرم و خشک داریم. اینم یه چیز حتی به نظر عاطفی برای من خیلی جذابه که بتونم تو فضای گرم و خشک، یعنی همش من یاد مثلا کاشان رفتن و یزد رفتن و که تو اون گرمای یزد مثلا داری راه میری، بعد میری مثلا زیر یه بادگیر میشه بادی میزنه، یا مثلا میری تو یه حیات مرکزیه میری تو سایه، از زمستون سایش سرده میری تو آفتاب، نمیدونم سرداب دارن خونه رو میبرن زیر که از مثلا ثرمال ماس مثلا زمین استفاده بکنن. همه اینا خیلی جالبه دیگه ها، برای من اینا خیلی جذابه. و بعد من فکر کنم مشکل اصلی مارکته، من فکر کنم مشکل اصلیش اینه که لیبر مارکت لیبر خیلی لیمیه، یعنی اشکال نداره. نه من اونو پیدا کردم در آمریکا، آره در آمریکا سازهای جدید با متریال های جدید کار بکنه. یه چیزی یاد نه منظور من منظورم متریال نه، بالاخره ما اونقدر باهوش هستیم دیگه، اونقدر کار کردیم که بدونیم که مثلا تو که میتونی گرید بکنی خونت رو مثلا یه فوت ببری پایین، اوکی حالا مثلا یه ریتنینگ وال مثلا یه فوتی دو فوتی بزنی خونت رو ببری پایین، چه من دابل اسکین بکنیم، ما خونمون رو دابل اسکین کردیم و فکر کردیم let's give it a try ببینیم چی میشه اگه دابل اسکین بکنیم که اصلا ما خونمون زیر یه سایه قرار بگیره، برای که سایه تو کبیر is so pleasant، تنها چیزی که تو لازم داری. خب بعد و واقعا هم جواب میده، خیلی خوبه، یعنی اصلا من همسایه هامون اومدن خونه ما خیلی کیف میکنم، و وقتی ما میریم خونه اونا اینا همش تو خونه نشستن کولر روشن کردن، ولی وقتی میام خونه ما همش دوستان برن تو این پدیوهایی که مثلا سایه درست شده، حالا استخر هم یکم رطوبت تولید میکنه، حالا اونو با میستر هم میتونی تولید بکنی اگه بخوای، اونم کار آسونیه، تو رطوبت و بادم که داره دیگه اونجا، یعنی ونتیلیشن مشکل نداره، از اون نظرم خیلی خوبه. از نظر فلسفی، از نظر شخص انسان شناسی، چیزی که برای من مثلا تو برنینگ من اینو تجربه میکردم و تو کبیرم تجربه میکردم و شاید شما بگو شاید عرفا و اینا چرا انقدر از کبیر اومدن، اینی که تو میری یه جایی که همه چی تو خودت باید درست کنی، برعکس منچستا نه درختی هست که بهت سایه بده نه لیکی هست که بری توش مثلا همون بکنی. آه پر درخته اونجا، چی میگی؟ کجا؟ منچستا اون منطقه همینو دارم به... نه نه دارم همینو میگم، میگم در کویر میگم به لحاظ عرفانی در کویر چون اینا نبوده، اینا باید همه چیزشون خودشون درست میکردن و از صبح که بیدار میشدن مثل برنینگ من تا شب تو روی نیازهای بیسیکت بودی، داغ میشه میخوای ببینی چی کار بکنی، بعد آب میپاشی رو خودت، این دونه های آب که میخوره به پوستت مثلا کیف میکنی، فکر میکنی که چه عشقی بهت دادن، ولی این مثلا شاید توی هوای کوهستانی. آره ولی فقط سری من چیز در پرانتز بگم، من چون عاشق کوهنوردی ام اصلا من کوه بیشترین چیزه توی چیزای طبیعت بپرسی از من، یه چیزی که درخت، یکی کویر، یکی دریاچه، من کوه دوست دارم. دلیلش هم اینه که اصلا از بالا رفتن از کوه و پیاده روی، مثلا تو کویر کجا می‌خوایم بریم پیاده روی؟ یا حالت لاکچری هوم می‌خواد شد بود همه تاپال بازی کنیم. دومین نشنال پارک، نمی‌دونم ولی از تو خونه تو جاش باچ این حداقل زمینایی که من دیدم، مثلا اون زمینایش کوهنوردی نه ولی هایکینگ. خب باش ولی هایکینگ توی کویر هم خیلی سخت نسبت به بازم کوهنوردی که تو جایی که جنگل هست و درخت هست و لای درخت ها میری و اینا، اینم یه پوان دیگه یه برای نظر من برای آره با نه. خب تو جاهای کوهنوردی هم میفتی گم میشی، چون میدونم حیوان ها هستن، نمیدونم هر کدوم. ولی حالا بگو بقیه نکات تو بگو، فقط خواستم یه اشاره. حالا نکات ببین، من نکات نمیدونم چی داشتم میگفتم، ولی نکته فلسفیش برای من این بود که وقتی اونجا تو اون گرما میرم مثلا یه بیلی میزنم، یه کاری میکنم، بعد میام برای خودم سایبون، بیشتر خودم و دنیا رو اپریشییت میکنم، مثلا میگم برای خودم یک سایه ساختم، اون حس کرییشن بیلد انگار یه اساینمنتیه که من اونجا اومدم، میدونی من حرفای خودم دارم میزنم. ولی تو یه جنگل اصلا من چه عدلی هستم وقتی که اون اکوسیستم اونجا وجود داره، اون درخت ها اونجا وجود دارن، من بیام اتقام رو بیام درخت ها رو قطع کنم که خونه رو بسازم، باید اونجا رو هل بدم، اونا رو جام رو باز بکنم اونجا. این بخشش هم برای من خیلی جالب بود و این تجربه رو داشتم وقتی تو جاشوا تری بودم. حالا مثلا اندرو میگه که کلن وست این حالت رو داره، این هرایزن ها، این نومدلند رو دیدی خانومه که مثلا هوملس شده بود و شرطی، ولی خیلی دراماتیک و شاعرانه بود دیگه. بخش شاعرانش چی بود؟ این افق و این لندسکیپی که بود، همش تو وست لندسکیپ های بزرگ میبینی، مثلا خودتو یهو جلوی عظمت آسمون و افق میبینی توی جاهای کبیری و دشتی، و هرچند که جاشوچری کبیر نیست که، شپراله چی میشه دشته مثلا، چون بالاخره یه بافت گیاهی هستش. و اینا خیلی خیلی برای من مدیتیتیو و خیلی دوست داشتنی و برای من چیز داره، از نظر روحی حس قشنگتر و قوی تری داره.
سوال دو، نکته دو، همچنین بگم برم در مورد آخه این نکته مهمی بود. شما هم حامد و هم سیما داشتید در مورد سختی ساخت سینگل فامیلی هوم و ریپورت ها صحبت میکردید. من دیروز یه چیزی پیدا کردم تو سن برناردو کانتی، قبلا هم باهاشون یکم صحبت کرده بودیم ولی دیروز بیشتر خوندم. یه چیزی هست به اسم آلترناتیو شلتر که این جزء ریکریشنال یوز استفاده میشه، این سینگل فامیلی هاوسینگ نیست، هابیتبل هست ولی ریکریشنال یوزه. مثلا همین زمین ما اصلا روش یه دونه کابین بود، یه پد کانکریت بود روش یه چیز چوبی بود، اون دیگه نه تایدل 24 انرژی کالک میخواد، نه توالت میخواد، نه هیدینگ میخواد، نه آب میخواد، نه هیچی، اصلا ریکریشنال یوزه. اینا رو تو رورال میدن. فارمینگ اگه ای باشی و آر ال باشی، رورال باشی، اینو بهت میدن. آلترناتیو شلتر نوشته که included but not limited to tent, recreational cabins and vehicles. تو میتونی آر وی ببری، تریلر ببری و خیلی لوستره دیگه، میدونی چی دارم میگم. حالا در مورد تعداد و ایناش ننوشته، اینا رو من ازشون پرسیدم صحبت میکنیم. و من فکر میکردم ارزون ترین و ساده ترین کار برای شروع اینه که ما یه زمینی میگیریم که اون مسئله آب و برق و آب و برقش کم پیچیده بود دیگه، حالا سپتیکشون اینو حل میکنیم و بعد ما بتونیم یه گروه هایی بشیم. مثلا ما 4 نفریم، ما 4 تا تریلرمون رو برمیداریم میاریم. اول مستر پلنینگ، همه چیز دموکراتیکی، همه رو با هم دیگه صحبت میکنیم. اصلا ما میخوام با سنترال کمپ هم اصلا پول نداریم بسازیم، چون واقعا اون سنترال که داریم میگه اگه تبدیل به سینگل فامیلی هاوسینگ بشه میره روی کدی که اصلا دیگه خیلی سخت میشه. یعنی تو باید خیلی اصلا پرمیتیکش خیلی پیچیده میشه، باید انرژی حساب کتاب شده باشه، استراکچر. بعد کالیفرنیا هم ارتکوی کد خیلی سختی داره، هم گرین کد خیلی سختی داره، الان هم با آتش دودی که شده فایر کدش هم دوباره خیلی سخت شده. یعنی بس منطقی تره که اول آدم با یه سری تریلر یا تاینی هاوس، منطقی تره اینه که آلترناتیو شلتر بریم. آلترناتیو شلتر میگه که هر چیزی میتونه باشه. ببین آلترناتیو شلتر رو درست توضیح نداده دیگه، این جزء جایی من خوندم اونو، من خوندم اونو که تو داری میگی. من سوال نوشته 15,000 دلار بدیم، 15,000 دلار برای همیشه است یا مثلا هر ساله؟ نه 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 نه، 15,000 دلار رو میدی برای کاندیشنال یوز پرمیت، یه دونه تو پروسه کاندیشنال یوز میدی. ببین تو آمریکا یه سری چیز ست شده خب که دیسکریپتیو یا پرسکریپتیو، کد چجوریه یکی بهم کمک کنه، یادم رفت. یه سری کد به صورت پرسکریپتیو گذاشته شده اون تو، یعنی پرسکرایب شده. خب میگن که اگه اینجوری بری، میری کد رو نگاه میکنی، جدول رو نگاه. مثلا من خودم هم آرکیتکتم ولی استراکچر یکی از پروژه‌هامو خودم طراحی کردم. رام تو هم میتونی بکنی، میگه آقا برو اینو بخون، اگه تونستی با این جدول رو بری، میگه در اگه اسپنت انقدر، لامبر انقدی میذاری، اینو میذاری، نیلت رو اینجوری میذاری، اصلا میذاری میره. آمریکا همین هم هست، اصلا اونر بیلدر همینه دیگه که تو آمریکا خودت خونت رو میسازی. یه مدل هست پرفورمنس، تو میگه آقا من چیزی که میخوام بسازم اصلا توی اینجا دیسکرایب نشده. خب من میخوام خودم بذارم. میگه اگه میخوای خودت بذاری، پرفورمنسشو باید برام ثابت بکنی که تو پرفورمنس ارثکویک رو پس میکنه، انرژی رو پس میکنه، فایر رو پس میکنه، همه اینا برای سینگل فامیلی هاوسه. وقتی میاد روی یوز آلترناتیو شلتر، این چون پرمننت هاوسینگ نیست، استوریج هم نیست، اسمش ریکریشنال یوزه، یعنی که من مثلا میخوام برم آخر هفته توش بمونم. دقیقاً همین چیزی که ما میخوایم و انقدر مسخره از تعریفش که من خیلی بخوام گفتم خب یعنی چی این ریکریشنال هم؟ اگه نرم توش چی؟ اگه برم بمونم چی؟ گفتش که حالا بهت کنه سوال نپرس. مثلا داستانش این بوده که این زمینه ها صاحب نداشتن و آمریکا برای اینکه همه جا رو بگیره، این قانون ریکریشنال یوز رو تو همه جا گذاشته. هر کی می اومد اگه یه انباری میساخت یه جایی، میگفتن مثلا این 50 اکر برای تو و اینجوری چی میگن تقسیم اراضی کردن توی آمریکا که همه صاحب زمینا صاحب داشته باشه آمریکا، یا مثلا آمریکا رو اشغال کردن در واقع دیگه، اوکیپاید هولند. و این توش هست، این اونجا، این اون سوراخی که ما باید ازش استفاده بکنیم. یعنی چیکار میکنیم؟ تو آبتو میاری، حالا برق بعد از ادیسن بپرسیم، چون ادیسن هم میگفت من فقط به سینگل فامیلی هاوسینگ میتر میدم، به فیر هم میده، نمیدونم به ریکریشن رب نداره، برق خودمون تولید میکنیم، برق خودمون تولید میکنیم. یور رایت، دات دازنت میتر، شرخه میذارم اونجا واسه میکنیم به چیز. آره حتما اینجوری که تو یه دو چرخ دیلدو برای جیسد میذاریم هیچی، یعنی که در واقع برق نخواهیم داشت با این توصیفی که کردی. آها من خودم با دو چرخه براتون برق میدم. آقا این وسط میشه لطفاً کمپ گراوند پرمیت رو یه بار مطرح کنیم که من بذارم؟ همین آلترناتیو آیا همینه؟ خب پس اون وقت تو میتونی به صورت نامحدود
آن ویل مثلا. آره ببخشید منم اینجوری انقدر میخوام همه رو بگم ولی انقدر مطلب زیاده نمیدونم چجوری بگم. 14000 دلاری که گفتی جیسن میره برای زمانی که سیتی داره میذاره برای اینکه این کاندیشنال یوز تو رو الان میکشی. اینا من میگم یادت میمونه یا برای خودم دارم همینجوری چه یادم میمونه. ولی از فیلمشو ببین. ببین این در واقع این پول برای اینه که اونا دارن بررسی میکنن چون دارید یه پرفورمنسی رو اجرا میکنی میخوای بگی من میخوام اینو بگم و اینا باید بررسی بکنن. بقیه کارا شسته رفته است دیگه. اینا میگه که آقا طبق این قانون تو داری این کارو میکنی. 14000 دلار برای اینه. بعد تازه میگه 14000 دیپوزیت میکنی. اگر که بیشتر شد اضافه چارجت میکنیم. کمتر شد و نگفته که بدون پس بدیم احتمالاً کمتر نمیشه. بدبختیه داریم ها. وقتی که ها ویلکام تو دی ریالیتی فکر کردی داری تو زمین نه دو ریالیتی من تو ایالت جنوبی این کار رو کردم. من احساس میکنم مثلا تو کالیفرنیا قصد ما 60 نفر رو بردی بری اریزونا و نیومکسیکو اینا این خیلی قدم سخت نخواهد بود فکر کنم اگه با 60 نفر بری شاید فرق بکنه. اتفاقا آره دیگه مثلا رو دیدم کشاورز بود اره آیداهو بود یوتا بود اون چیه نه اوهایو بود اون بر کنتاکی اوهایو سینسیناتی کالامبوس. بعد اتفاقا باش صحبت کردم گفتم این چجوریه اینا. گفت اونجا خیلی زیاده کشاورزا از این کارا میکنن. یه زمین گنده میگیرن کامیونال اصلا میگه مدل کامیونیستی زندگی میکنن کشاورزای فصلی ان. خب بعد میگفتم پرمیت و فلان اینا. گفت نه اینا مثلا کسی به اینا کار نداره مثلا اینا انقدر میگفت زمین بزرگه تو آخه اونجا انقدر توی 200 ایکر مثلا سه تا آدم هستن کسی نمیبینه کسی رو. ولی این کالیفرنیا و ساوثرن کالیفرنیا جوشوا تری اینا این حرفا نیست. بعد مثلا اونم اگه بخوای یه تعدادی بشی بری آقای رام میخواد فردا بیاد اونجا کنسرت بذاره 100 نفر 200 نفر بیاره نمیخوای یه کاری بکنی که بیان دوباره. همه حرفات درسته ولی احساس میکنم یه دو ساعت دیگه رانندگی کنی از استیت لاین اریزونا رد شی یه دفعه همین کارا رو انجام ما که نمیریم فکر میکنم من که نمیرم ولی فکرم نه حالا تو که تو چیکار میکنی تو چیکار میکنی نه ولی کلا فکرم درسته دیگه الان احتمالاً آره. خیلی ها رفتن اریزونا رو درسته رو برو تحقیق کن. من نمیدونم که اونجاها اگه تو بخوای مثلا 40 50 نفر ببری میگم اونایی که کشاورز بودن همین جاشوا تری هم من دارم بهت میگم یارو داره تو تریلر با سگ و بگ زندگی میکنه اونجا جانک یارد درست کرده 100 درصد خیلی از کاراش آن پرمیتده. اون فنسی هم که آره اون دور کشیده رو باید میرفته پرمیت میگرفت. حالا ولی دیگه اون به اون گیر نمیده. یه نفره. چون یه نفره. آره من دیگه بانچا وی وی پیپل آره یکی ببین از زیادی خوشحالی میگم بریم یه سیخی به این بزنیم این زیادی اینجا داره بهش خوش میگذره. حتما من اینو تعدادمون زیاده نمیتونیم اینجوری همجوری زیر رادار رد بکنیم. باید همه چیمون درست گرفتن. من که حسام یکم یهو کالتیش لوک میشه مثلا میگه آره ما کشاورزن. آره میگه اینا اومدن اینجا برای خوشون خوش میگذرونن چه کالس را انداختن. آره دیگه میدونی که خودت چه جوری. من برام چارجرمو بیارم شما حرف بزنید. فرض مثلا آدم اگه بخواد حالا این شاید من اینجا خودم برای اینکه یه تیکه ای از همین 8 ایکری که ما داریم اینجا رو میخواستم که کمپ گراوند کنم خب که آدما بتونن بیان و استفاده کنن. و بعد که با سیتی صحبت کردم به من میگفت بر اساس ببین تو باید فاضلا به اینا رو یه کاری بکنی خب و بر اساس کپاسیتی که سپتیک تو داره لیچ لاین تو داره تو میتونی اونجا یونیت های کمپ گراوند داشته باشی. پس وقتی که مثلا تو رامین داری میپرسی که این خیلی سوال خوبیه که خب حالا ما میتونیم تو برداری تریلر تو بیاری اینم برداره اونم برداره اینم برداره. من فکر میکنم مثلا شاید حالا احسان تو هم اینو بهش فکر کن من نمیدونم تو این جواب میدونی یا نه. اگه ما بریم سیتی ما میخوایم پرمیت کمپ گراوند بگیریم برای این زمین فرض کن الان 10 نفر باشیم وارد میشیم خب بعد مثلا یارو میاد میگه آقا شما یه سپتیک نیاز دارین با این کپاسیتی اوکی ما میریم درست میکنیم بعد 10 نفری میریم اونجا. بعد سال بعد اگه میخوایم بشیم مثلا 20 نفر 30 نفر حالا من این جوابو نمیدونم آیا ما میتونیم بریم اون سپتیکو دیولپ کنیم؟ احتمالا میتونیم یعنی میتونیم بریم یه سپتیک دیگه بذاریم یه لیش لاین دیگه بذاریم با توجه به اون ابعاد و اندازه ها اصلا یه سپتیک دیگه درست میکنی درست میگی. اگه تعداد باتروم ها فول باتروم ها مثلا مشخص باشه شما یه مثلا سپتیک من به اندازه مثلا 4 تا فول باتروم و شاور اینا درست بکنی
کاملا کافیه دیگه برای جمعیت 20 نفر. اگر آره دیگه بچه‌ها یه مقدارم میخوایم ساستنبل باشیم دیگه، یعنی ما اصلا نمیخوایم هر کی برای خودش مستر یونیت خودشو داشته باشه، که من که اینجوری دارم فکر میکنم. آره بابا قرار نیست لاکچری فلان باشه. آره به خاطر اینکه دیگه زندگی شاید ها رام اگه تو بخوای اونجا طول سال زندگی بکنی اون موقع شاید همون خودتو بخوای داشته باشی مثلا، ولی من فکر نمیکنم حالا اینجا کسی بخواد. ما فقط چی اجازه داریم، چی باید مثلا با این چه مقدار پولی که جیبمون داریم چه کاری میتونیم بکنیم؟ نه خیلی کاری میتونیم بکنیم بیدرده خود انسان رو میگیریم. بیستیم واسه سیما چی داری میگی؟ یوری تو الان مثلا در مورد مقایسه بین ماونت شاستا و جاشوا تری، خب بذارین مثلا الان احسان یه ذره توضیح داد در مورد این که معماری که تو توی ریسپاندی که تو توی مناطق کویری میدی توی آمریکا اونقدر مثلا شاید تعریف نشده، اونقدر مثلا به قول اون یه زمین خشکه. حالا مثلا بریم سمت بیشتر آمریکا سبز دیگه، درخت داره قشنگ اینا. من خودم چون بچه کویریم دیگه ماها همه تقریبا، توی ایران کارهایی که مربوط به کویر بوده زیاد انجام دادم، طراحی زیاد کردم. خب مثلا تزم هم شهداد کرمان، مثلا یه کویر توی کرمانه که یه رفتم خیلی قشنگه. آه پسر واقعا گندم بریان رفتی؟ یه جایی هستش که تمام سنگاش سیاهه، حالا نمیدونم یه دلیلی داره البته، ولی معروفه به اینه که تو اگه اونجا گندمو بذاری بریون میشه تو این مایا، یعنی تو میتونی مثلا تخم مرغ تو همونجا رو سنگ درست کنی. این که به نظر منم معنا داره، این که ما به من که الان به ماونت شاستا نزدیکترم، به نظرم خیلی هم جای خوش آب و هوا و چیزیه، ولی از طرفی هم خودم منطقه های اکستریم انوایرمنت و اکستریم کلایمت رو دوست دارم، چون انقدر جالب تو رو محدود میکنه، تو مجبوری به سروایوالت فکر کنی، و وقتی مجبور میشی به سروایوالت فکر کنی باید پاسخهای خیلی هوشمندانه و بدوی بدی، حالا چه از نظر طراحی چه از نظر رفتاری هرچی، که این اون کاری بوده که مثلا برفرض من تو ذهنم داشتم که مثلا گفتی مستر پلان اینجوری بودم که خب مثلا آدم میتونه بره نگاه کنه ببینه یزد کرمان اینا مثلا تو بافتای خیلی سنتیش، تو فکر کن مثلا 7-8 تا بلاک کنار هم چطور اون فضای مرکز محله رو به وجود آوردن. یا حتی توی ذهنم داشتم که مثلا یه سانکن گاردن درست بکنی اونجا که یکی از بهترین پاسخ هاست برای مثلا منطقه های کویری. آیا تو میتونی مثلا این پرموتو بگیری یا میتونی یه اکسکویتور وردی بگیری؟ یه مثلا از این آندرگراوند گاردن ها هستش که بعد داخلش هم ایوون داره و بعد تو اونجا چند تا درخت میشه مأمن امن مثلا آدم ها میرن اونجا پناه میبرن که فقط مثلا سایش روشن. حالا خب مثلا اینا فقط آیدیا. خب بنابراین برای خود منم سلوشن هایی که تو توی فضای کویری میدی it's more مثلا خیلی یونیک تر و خیلی جذاب تره. حالا شاید for better or worse من نمیدونم خوب من یا بد، ما گیر یه سری آرکیتکت خوره کار درست افتادیم، حالا شاید این بهترین اتفاق این گروه باشه. آره اصلا راستشو بخوای من خودم به ماونت شاستا خیلی نزدیکترم، یعنی فکر کنم 4-5 ساعت به اونجا فاصله دارم، در صورتی که الان خیلی نزدیک. ببین الی ببین نه کلا جاشوا تری که منطقی تر از خیلی لحاظ، ولی من تا خون تو ریم باشه من برای ماونت شاستا میجنگم، ولی آخرش به احتمال زیاد همون جاشوا تری میشه از لحاظ امکانات و آدم و آدم خواهد بره شهر پارتی کنه و فلان و اینا. خب طبیعتا تمام چیزای ترازو با اونجا، من و جیسن میریم همون زمین هزار داری ماونت شاستا برای خودم میریم دو نفری میریم اونجا کونه هم میذاریم با هم حال میکنیم. سیما هم نزدیک دیگه. پانیتا یه چیز خوبی گفت، ببین مثلا اینجا دیل که نمیشه گفت، ولی مثلا دیدی ملت دوست دارن برن یه جایی با هم هنگ اوت کنن، یه چیزی بشنون، یه چیزی بخورن، دوره هم کوکینگ کنن و یه کاری هم بکنن، یه سودی هم برسونن. خب اصلا بعضی وقتا همون سود رسوندن، مثلا اینجا میان میگن work and play، مثلا یه ایونتی درست میکنن، یه سری آدم رو دعوت میکنن، 50-60 نفر 20 نفر هرچی، مثلا میاد میگه که این تیکه زمین رو ما میخوایم این گیاهای اینجا رو قطع کنیم، میخوایم اینجا رو صاف کنیم. خب
آدم ها مثلا تو اون دو سه روزی که اونجا هستن صبح پا میشن کار میکنن، شب هم یکی کوکینگ میکنه و به هر حال دوره همن و یه بونفایری هست و میدونی، یعنی مثلا اون سمت جاشواتری شاید این جذابیت رو هم بیشتر داشته باشه برای امکانهایی که آدم بتونه ایونت های اینطوری درست کنه. موافقم، دیبره چیز داشته باشه. نه منطقی تره. آقا منم رایم آقا جاشواتری کنه لغت ما این آقا جاشواتری، فقط بریم حالا زمین رو پیدا کنیم. حالا من دارم میشم من تیم اریزونا گرفت. آره تو آتا جیسه تنها میدی تو اریزونا. اون جیسه رو ولش کن آقا، بریم حالا توی بحث دیگه. ببین میگم ببین بریم توی بحث اصلی دیگه، چون نمیخوام خیلی طولانی هم بشه. میخوام چند تا اپیزود رو میخوام ضبط کنم در مورد این موضوع، ولی میخوام یه چند تا برای اینکه سریع جمع‌بندی برای امروز حداقل یه سری ابتدایی کردیم، و بعد میخوام از مخاطبین و بچه‌ها که پیگیر پادکست هستن اینپوتشون هم بذارن، بازم کسایی که علاقه دارن بیان عضو بشن تو این پروژه، یه ذره در مورد اینکه چجوری میشه آدم عضو بشن و یه ذره در مورد چیزای بیسیک و خرج و اینا میذاره فکر کنیم. و در ضمن درسته من شاید کونگوشات باشم، ولی من ویژنری ام، من آدمی ام که میام جمع میکنم نیروها رو همه رو میذارم کنار هم دیگه. ورک سمارت نات هارد. بابا دایشی شما امام زمانی، گفتم که ما اصلا دور تو جمع شدیم. تو این نکتهش خیلی جالبه که چه روش مالکیت برابر و اینا چجوری میشه. یه صحبتش کردیم که یه شرکت را بندازیم، الان احتمالاً اون تئوری خیلی الان بین ما طرفدار داره که یه شرکت را بندازیم LLC، منش گفتم LLC. بعد این LLC یه کاری میکنه که ما همه مثلا بتونیم برابر با این موضوع برخورد بکنیم. من تو فکرم بود چون من کار قبلا خریدم با یه نفر دیگه زمین خریدم، ما دو نفری با هم دیگه زمین خریدیم، دو نفری اسم رو تایتله. و من فکرم بود مثلا میشه 60 نفر 20 نفر 5 نفر 8 نفر 18 نفر هم اسمش رو تایتل باشه یا نه، که اینم باز یه وکیل پرسید که آیا مثلا اون هم گزینه‌ای برای انجام این کار هست یا نه. ولی خلاصه این همه اون برابر باشیم که بعداً اون دعوایی که گفتی اون یکی داشت اون یکی سو میکرد، داشت سمیون داشت سو میکرد، اون یکی داشت میگفت نه تو اینجا نمیتونی این کارو بکنی، نه اونجا نمیتونی بکنه، از الان حل باشه که همه کار میتونن بکنن، همه اختلاف هم با دوئل حل میشه. اون بالای تپه وای میسیم چیز میکنیم، دوئل میکنیم و بعد مسئله دوباره حل میشه. ما اگه اینو بتونیم با هم دیگه چیز بکنیم که همه برابر باشن و هیچکی رئیس نباشه، هم تمام اختلافات هم با دوئل حل میکنیم، بفهم یه جامعه خوبی داشته باشه. بگو احسان چی میخواستی بگی؟ من چی میخواستم بگم؟ نتیجه ای که من گرفتم از همه این صحبتایی که کردیم اینه که بهترین راه برای ما اینه که یه زمینی میگیریم، فکر کن up to 100K، خب بعد 10 تا آب، 10 تا سپتیک، 10-20 تا بگو پاور، چقدر شد مثلا با یه جاده کشی و اینا شد 150 تا حداقل، برای اینکه یه زمینی داشته باشیم که بری توش و یا حالا آب و نونی داشته باشیم اون تو. از اون به بعدش ما بایستی همین conditional use permit رو بریم جلو که بتونیم اصلا تریلرامون رو بیاریم اون تو. خب حالا اونجا شاید اونقدر نظارت نباشه که ما میریم یه مدت اونجا، ما از این کارا کردیم 3-4 ماه آن پرمیتد میریم یه کارایی میکنیم تا وقتی اون پرمیتمون بیاد. مثلا اونجا هم خیلی گرونه. من بگم ببین خیلی گرونه اونجا نمیشه. من حرفم بذار تموم بکنم، بذار من ویژنمو تموم بکنم بعدم بگم. سینگل فامیلی هاوسینگ درست نمیکنیم برای اینکه خیلی گرون میشه، اصلا تو باجت ما نیست. من میگم زمین خالی که یا آب و برق نداشته باشه 150 تا مینیمم. بعد میریم آلترناتیو شلتر، من تریلر دارم، جیسن ون داره، اون یکی یه چیزی داره، سیما اون فلات بدشو میاره، هر کی میاد. ولی من که تنهایی نمیخوام یه تریلر داشته باشم، من خودم میتونم اونو با 5 6 نفر شیر بکنم، اصلا شاید با 10 نفر شیر بکنم، چون یه شب میشه 4 نفر میتونیم توش، من با کارگرا میخوابیدیم توش دیگه، 4 نفر میتونن اونجا بخوابن، دو یه بانکر بد داره و یه دونه کینگ بد داره. احسان جان تریلر احسان میگم اورجیه، اورجیدوم ولی سدلایده. آره ولی سدلایده، یعنی مثلا دیگه حالا تو نمیای تو تنت ما دیگه، اگه خواستی بیای باید اپلای بکنی برای ویزا. بعد اینجوری باعث میشه که خب ارزونتر میشه دیگه، مثلا هر 5 6 نفر با هم دیگه. بعد اگه بعد من میام دور و برش خوبم برای خودم درخت میکنم و رنگش برای من و جیسون که میخواستیم بذار دائم تر اونجا اقامت کنیم، هم چی مثلا ما همون تریلر رو یه چیزی با جور کنیم بیاریم. ببین تو تریلر آدما اقامت دائم میکنن. آره من مشکلی ندارم، من مشکلی ندارم. می من خوراکم چیه؟ من خوراکم اینه که اون سخت‌ترین جای کل اون زمینه که هیچکی نمیره، هیچکی نمیخواد فلان بکنه رو میرم یه جوری خلاقانه کوه میکنم، یه جوری اون زیر میرا یه خونه درست میکنم،
که همتون کف کنید. جیسن آخرین بار که بیل گرفتی دستت کی بود؟ همین، مرسی. دقیقاً سوال بیروز. فقط بیلو گرفته بود که داره علف بیشتر تو دهنش بذاره. بیروز بابا دیروز. من فکر می‌کنم جیسن خوب بوده و داری دریم می‌کنی. من ولی تا حالی که دوستان روی فرمش یه تریلر هستش که همینجوری افتاده. میتونم اون تریلر ازش بگیرم مجانی چون نمی‌خواد. فقط باید برم ورش دارم. آره. و اون میتونم بتازم خیلی هم باحاله. Exactly. ببین تریلر خیلی ارزونه دیگه، ما تریلرمون رو خریدیم 9 تا یا 10 تا، خیلی ترتمیزه ها، یکم ما خرابش کردیم البته، ولی اونجا بزنی تو آفراپ و اینا اون تو هم منطقه یه کلمه آدم هست، یه خانومی بود خیلی با 3 4 تا بچه و خیلی ترتمیز، گفتیم برای ما کوچیک شده میخوام بفروشیم یه بزرگتر بگیریم، مثلا 9ش 20 تا بود ولی این مثلا 10 12 سال کار کرده بود، 10 تا به ما فروخت و آوردیم و بعد تو میتونی بیرونش رو رنگ بکنی، توش رو رینوویت میکنن اصلا توی این تریلر ها رو، اینه خونه میتونی باش رینوویتش بکنی، کابینتش رو عوض، هر کار دوست داشتی بکنی توش، اینه خونه باش، بعد هر چی بتونی سایه توی جاشوا تری، سایه مسئله مهمه دیگه، هر چی بتونی سایه تولید کنی فضای زندگیت راحت‌تر میشه. مثلا دیروز دیدی یه سری اینستالیشن برنی من فرستادم، طرف با سی دی اومده بود درست کرده بود، خب حالا اول سخته دیگه، کجا میخوای اون همه سی دی پیدا بکنی، ولی اگه پیدا کردی میتونی اینا رو بشینی برای خودت یه سایه رو سایبون درست کنی دیگه، بعد زیرش بشینی زیرش ساز بزنی، یا اصلا تو اون ریتریت سنترت میتونه اون شکلی باشه، لزوما هم حتما نمیخواد فضای مثلا این کلوزد و بسته باشه که تا به بعد. پس من میگم دیگه کسی بچه‌ها حرف جنبندی آخری داره، چیز نظر آخری که بریم برای این اپیزود اولو ببندیم برای این داستان، و بازم میگم بچه‌ها که دارن گوش میکنن، کسایی که میخوان واسرن به من مسیج بزنن یا اینستاگرام، لوله کش میخوایم، آره چیزایی که لازم داریم الان دیگه، وکیل لوله کش دیگه چی، اگه کسی من فردی ماجرا میگم شوفی، اگر کسی لودر و اکسکاویشن و اینجور کارا وارده مثلا خیلی خیلی حدیه اینجا بنده، من خودم تمام گریدینگ گفتیم آقا این چقدر میشه، گفت 6000 دلار، گفتم 6000 دلار میخوای این پدیو رو برام صاف بکنی، هر جور فکر کردم گفتم این نمیره تو کار خودمون میکنیم، اجاره کردیم و افتادیم توش، یه جا نزدیک بود بزنی خونه رو بریزیم، ولی خب خوشبختانه بعد از 6000 تا کمتر شد آخرش، آره دیگه شد مثلا اون اسکوپی که ما کردیم ما با 500-600 تا درست کردیم، ما لودره رو رنت کردیم مثلا مجموع رنت تو همه چیمون شد 1200 تا، ولی سه برابر اون اسکوپ 6000 تا یه کار کردیم باهاش دو نفری همزمان. اگه آقا سمت آمریکا هستین به خصوص جنوب کالیفرنیا، حالا جای دیگه اگه بودین و علاقم داشتین هم مسئله نیستش، چون میگم بچه از اروپا و کانادا و همه جا تماس گرفتن که ما میخوایم باشیم، ما می سهمی میخوایم، ما که ما میتونیم بیایم تا پال چیم از این حرفا، خواسته میگم تماس بگیرید به من، یا اینستاگرام بزنید یا ایمیل info@kingram.com یا توی تلگرام هم که دارین، آره تماس بگیرین و ببین نظراتون رو ببینید، کامنتاتون رو بنویسید ما بخونیم و ببین سوراخ‌های توی بحثمون رو، شاید ما یه چیزایی هست اصلا بهش فکر نکردیم، اگر چیزی هستش که شما فکر می‌کنید بهش باید اشاره کنیم بگین، و خوشحال میشیم که دیگه این بحث رو با هم ببریم جلو. من میدونم شاید برای خیلی جذاب نباشه این اپیزود، برای من اتفاقاً جذاب‌ترینه، چون این آرزو و آرمانم بوده روز اولی که این پادکست رو راه انداختم، و میگم بازم میخوام از این اپیزود های چند هفته دیگه هم دو هفته یه بار اگه بتونیم با هم جمع شیم هر چقدر که بشه، این وقتی افکار اونو میایم با هم به اشتراک میذاریم و به قول جیسن از خرد جمعی هم استفاده میکنیم، خب خیلی به نظرم جلوتر میفتیم تا که هی تو پرایوت توی واتساپ هم چیز داریم مسیج میزنیم. خلاصه همین، دمتون هم گرم بچه‌ها، مرسی که اومدین و امروز با هم حرف زدین، مواظب خودتون باشین و با هم در تماسیم. آها بگو حامد چی میخوای بگی؟ میخواستم بگم رامین امیدوارم قبل از سال 2024 کنسرتاتی که تبلیغ میکنی یه تبلیغ هم بیاد بگه که مثلا برنینگ من توری یا مثلا پرشن ورژن آف برنینگ من دون زمین جاشوا تری ما میریم کیزا رو میاریم آر وی آر رو میذاریم از این لامپای ریسه ای توری میکشیم بین دورش، خلاصه دوتا اسپیکر بزرگ هم میاریم میذاریم اونجا، آقا رامون مثل اوشو مثلا با رولز رویز وارد میکنم، یکی هم نه 90 تا میخوام، عشقم اوشوه، میبینم تو بچه ها میدونم، خدافز چاکس، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با